معادن و ذخایر زیرزمینی در افغانستان یک از دلایل منازعات چند ساله و چندین ساله در افغانستان بوده. هر گروه سیاسی که در افغانستان به قدرت رسیده گوشه چشم حتما به معادن و ذخایر زیرزمینی افغانستان داشته. طالبان هم وقتی که به قدرت رسیدند برای بار دوم در افغانستان، یکی از موارد مهم را که تمرکز داشتن روی از او و بیشتر توجهشان طرف از او بوده، معادن و ذخایر زیرزمینی افغانستان بوده. ما شاهد هستیم که در جریان بیش از 1.5 سال حاکمیت طالبا، قراردادهای مهم و کلانی با کشورهای مختلف اینا عقد کردن، از جمله در حوزه استخراج نفت حوزه آمو دریا که با کشور چین یک قرارداد بسیار کلان بستن. البته قراردادهای پیدا و پنهان دیگه هم از طرف طالبا منعقد شده که به خاطر محدود بودن دسترسی به اطلاعات آگاهی کمتری درباره از اونا داریم، و همچنان مردم افغانستان در طول 1.5 سال اخیر شاهد از این بودن که زغال سنگ و سایر منابع معدنی رقم لیلام واری لیلام در اختیار پاکستان، کشور پاکستان قرار داده شده. در برنامه امشب به جنبه ها و پهلوهای مختلف این موضوع با حضور مهمانان می پردازیم. شروع میکنیم برنامه خود را با صحبت های آقای سبا که متصدی وزارت معدن در حکومت پیشین هم بوده و آمار و ارقام را که در ارتباط به ذخایر زیرزمینی افغانستان منتشر شده اینا دسترسی داشتند در طول تصدیشان در وزارت معادن و صنایع. آقای سبا، ابتدا از شما میشنویم که آمار و ارقامی که در ارتباط به معادن و ذخایر زیرزمینی افغانستان منتشر شده گاهن ضد و نقیض است. میخواییم که یک معلومات جامعه تر را در این قسمت از شما بشنویم. بفرمایید. تشکر جناب مهران عزیز. با عرض سلام مجدد به نام خدا، ما میخواییم بگویم که بله، در مورد معادن افغانستان متاسفانه همیش اطلاعاتی که بیرون داده شده بیشتر اطلاعات سیاسی بوده تا اطلاعات حقیقی. شما معلوم دار راجع به هر معدن میتونین حدس و گمانای بزنین و تمام اکتشافاتی که در افغانستان روی معدن صورت گرفته اینا بر مبنای تئوری‌های احتمالات است، و تا وقتی که شما اکتشاف دقیق انجام ندین، ذخایر محاسبه نکنین که خودش یک بحث تکنیکی بسیار پیچیده است، با شما به ارقام دقیق نمیرسین. حتی بعد از محاسبه های دقیق تکنیکی در مراحل پیشرفته اکتشافی هم به اساس تغییراتی که در مارکت می آید حدسا و گمانا فرق میکنه، پیشبینی ها فرق میکنه. اما متاسفانه که ما هم یک شاهدایش بودم در افغانستان در 20 سال گذشته، به خصوص پروژه های سیاسی که میخواستن به نوع افغان ها را غافل بکنن از حقیقت آنچه که دارن، باعث از این میشد که خوشبینی های بی جا، بی مورد، بی پایه و بی اساس چه از نظر حقوقی و چه از نظر واقعی کاری ایجاد بکنند در ذهنیت ها. یک مسئله. مسئله دیگه که بسیار زیاد مطرح است معدن افغانستان و امروز خود عنوان بحث شما ممی است، مسئله تاراج معدن است. در لکسیکان معدن یا دمو فرهنگ معدن یک اصطلاح به نام مصیبت معدنکاری یا mining curse. افغانستان متاسفانه با یک مصیبت معدنی بسیار عمیق و تاریخی مواجه است. خب معدن به اساس ذخایر منابع طبیعی مثل هر منبع دیگه، مثل خاک، مثل درخت،
مثل سبزه، مثل آب، یک منبع است برای شکوفایی ملت ها. اما دینامیزمش و خصوصیات و خصلت معادن به خصوص طور است که میتونه یک موهبت الهی پن داشته شود که هست بدون شک، ولی این موهبت اگر مدیریت درست نشه به یک مصیبت بزرگ به یک ملت یا به یک مردم و شهروندان یک سرزمین می انجامد. متاسفانه در کشورهای فقیر و عقب نگه داشته شده، در کشورهایی که در اونجا نتانستن نظام دولتی بسیار نیرومند را با نهادهای نیرومند دولتی، با حکومتهای پاسخده، حکومتهای مسئول ایجاد بکنند، اگر معادن داشته بوده باشند بیشتر با همون مصیبت مواجه هستند که افغانستان متاسفانه در این گرفتار است. و این مصیبت از امروز از دیروز شروع نشده. من شخصا ریشه مصیبت معدنکاری یا تاراج معادن افغانستان از ابتدای کودتای 7 ثور میدانم که نهادهای دولتی را که تا آنگاه قبضه جدی روی تمام نقاط افغانستان یا سلطه حقوقی روی تمام نقاط افغانستان داشت، او سلطه را برهم زدند و با آغاز پروژه جهاد در افغانستان از جانب پاکستان و ایجاد پروژه خط سبز به دور اتحاد شوروی از جانب ایالات متحده و کشورهای غربی، تاراج معادن افغانستان به حیث یکی از وسایل تمویل این پروژه مورد استفاده قرار گرفت، آهسته آهسته شکل یافت و تا امروز ما شما میبینیم که امی لحظه که ما گم بزنیم حال اوجی از امی تاراج است که توسط یک مافیای بسیار خطرناک شکل یافته در محور معادن افغانستان شکل گرفته و این مافیا قوم و تبار و حتی ایدئولوژی هم نمیشناسه، فقط منافع اقتصادی است در خدمت گروه های مختلف تا بال دوام داره. ما بیشتر از این در رابطه نمیخوایم صحبت بکنم، میخوایم بیشتر از دوستا بشنویم و در خدمت شما اگر سوال و اگر موضوعی باشه هست. تشکر آقای سبا. آقای هاشمی بسیار خوش آمدید، شما کمک دیرتر پیوستید، ما برنامه رو با آقای سبا شروع کردیم. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت های آقای سبا رو شنیدیم. شما هم زمانی در وزارت معدن بخش حقوق یا مشاوریت حقوقی معادن را پیش می بردید و آشنا هستید با امورات حقوقی معدن و معدنکاوی در کشور. از شما میشنویم که طالبا با امی حاکمیت فعلا در افغانستان دارن و با بحران مشروعیت ملی و بین المللی مواجه هستند، تا چه اندازه صلاحیت دارن به ای که مثلا با یک کشور مثل چین یا مثل پاکستان یا هر کشور دیگه در ارتباط به استخراج معادن اینا قرارداد ببندن؟ بفرمایید آقای هاشمی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز و جناب دکتر سپ وزیر سپ اسبق معادن تشریف دارن اینجا و ما هم افتخار همکاری رو داشتیم در زمان دکتر سپ. بسیار زیاد تشکر. سوال جالبی است، واضح است و بسیار مبرهن است که نظام کنونی در افغانستان یقینا از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست، چه خواستایی که اونا بخواین اقدامات حقوقی یا سرمایه‌گذاری بین المللی را مشروعیت ببخشن در افغانستان. بدون شک به ابعاد سیاسی این مسئله باید نگاه بکنیم که چینایی ها بعد از حضور طالبا بزرگترین سرمایه‌گذار بین المللی در افغانستان هستند. اصلا اگر مشخصا سر مسائل بحث حقوقی معادن و بحث حقوقی سرمایه‌گذاری از اینا بپردازیم، متوجه میشیم که نظامی که مشروعیت نداره از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. چگونه میتونه که یک سرمایه‌گذاری بین المللی مشروعیت ببخشه؟ اولا برای سرمایه‌گذاری در کشور اصلا خود موجودیت منابع است، بعد از او موجودات قوانین پاسخگوی سرمایه‌گذاری است، قوانینی که به سرمایه‌گذاری مشروعیت ببخشه. طالبا تا امروز سرنوشت قوانین معادن و قوانین ملی افغانستان هنوز مشخص نساختن که آیا اینا به کدام قانون احترام دارن، به طابق کدام قوانین اینا اقدام به سرمایه‌گذاری میکنن. یکی از موضوعات اساسی که امروزها سر زبان هاست
امروز سر زبان هاست مسئله عقد قرارداد حوزه نفتی آمودریا است، در حالی که قرارداد قبلا فسخ شده بود و مشخص نیست که اینمی قرارداد به اساس در چارچوب کدام قوانین دوباره منعقد شد و به اساس کدام مقررات مشروعی که اینا به او احترام دارند این قرارداد تصویب و تایید و عقد شد با چینایی ها. در این شک نیست که چینایی هایی که امروز بعد از حضور یک نظام غیر مشروع در افغانستان، بعد از بی‌ثباتی در افغانستان و بعد از یک حالت بحران امنیتی در افغانستان، ناگهان فوق‌العاده افغانستان بر از اینا مورد توجه قرار میگیره و اینا یک علاقه شدید پیدا میکنن و وارد افغانستان میشن و حضورشان چندین برابر میشه. اینا از گذشته های دور، زمانی که ما در اتاق تجارت بودم، چینایی ها شخصا تاجرایشان به صورت فردی، به صورت جمعی می رفتن در مناطق و قریجاتی که در جنوب افغانستان، خصوصا ولایت خوست و پکتیا و پکتیکا، اینا به دنبال خریداری جلغوزه بودن. از دیر زمان حتی یک گروهی از اینا حتی تا او وقت مجبور شد دولت افغانستان که اینا رو اخراج بکنه از افغانستان. اینا دنبال منافع مسائل امنیتی و سیاسی بودن از اون زمان و پیوندهای ناگسستنی خاص و روابط خاصی را با گروه هایی که در اون منطقه خصوصا شبکه حقانی بود اینا ایجاد کرده بودن. پس این واضح است که با سقوط دولت مشروع افغانستان، نه ای که دولت چین این مسئله را محکوم نکرد، بلکه برعکس اینا سفارت خود باز گذاشتن در تحت دمو شرایط و به طالبان خوش آمد گفتن و یک روابط بسیار ناگسستنی، روابط دیپلماتیک و روابط کاری را با طالبان آغاز کردن که امروز هم نه به صورت مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم با آوردن سرمایه گذاری هنگفت در افغانستان، اینا میخوان که از این رژیم حمایت بکنن و منابع مالی و تمویلی را بر از اینا مهیا بکنن. و واضح هست که این قراردادها چنان که در مطبوعات نشر شد گفته میشد که گویا این قرارداد با یک از کمپانی های مربوطی، کمپانی CNPC که قبلا متصدی از این قرارداد بوده داده شده، در حالی که مطابق قوانین نافذه که من نمیفهم که فعلا نافذ هست و یا نیست، سرنوشتش هنوز مشخص نیست، اینا این قرارداد را به عقد کردن و او قرارداد و او قوانین بسیار واضح صراحت داره، در صورتی که قرارداد فسخ میشه پس دوباره باید به صورت باز به داوطلبی بین ملی گذاشته شه و داوطلبا بیان به صورت شفاف رقابت بکنن مطابق اسناد و وثایقی که وجود داره، مطابق از او ضمانت های مالی را بکنن، بعد از او این قرارداد عقد میشه، نه به صورت پنهانی یک دست و زیر میز امضا شوه. و این واضح است که جایگاه حقوقی این قرارداد و جایگاه حقوقی دولتی که اکنون در افغانستان حضور داره واضح و مبرهن است. تشکر آقای هاشمی. آقای سبا، در ارتباط به اینکه دولت طالبان صلاحیت حقوقی عقد قرارداد در ارتباط به استخراج منابع زیرزمینی افغانستان ندارن، آقای هاشمی صحبت کردن، بعضی شایعات یا اخبار حتی در دوره جمهوریت هم دهان به دهان میگشت که آره، جنگ در افغانستان در اصل جنگ بر سر ذخایر زیرزمینی است. حتی گفته میشد که کشورهایی که عسکر هم فرستاده در افغانستان، اینا چشم دوختن به نحوی به ذخایر زیرزمینی افغانستان. شما که زمان وزیر وزارت معادن و صنایع کشور بودید، تا چه اندازه این شایعات را شما تایید میکنید یا اگر رد میکنید چطور؟ حال فعلا هم امروز بود یا روز گذشته آقای نبیل یک یادداشت مفصلی را نشر کرده بودند که آره، طالبا از ابتدای حاکمیتشان تا حالا اگر در اوایل دنبال به رسمیت شناخته شدن حکومتشان بودن، آره فعلا کل تمرکزشان روی از این سوق داده شده یا روی از این مسئله شده که تا دورانی که اینا در افغانستان حاکمیت دارن تا چه اندازه میتونن که ذخایر زیرزمینی را مثلا استخراج بکنن و به مو اندوخته های شخصی چون بیافزاین. از شما میشنویم که اول خود ارتباط به از جنگ بر سر منابع زیرزمینی در افغانستان و اینکه این ادعای را که آقای نبیل مطرح کرده در این ارتباط. خب اول مهران عزیز، ما میخوایم یک اصلاح بیارم در جمله آغازین شما که گفتین دولت طالبا. دولت مربوط به یک کشور هست و متاسفانه افغانستان از نظر تعریف های حقوقی و سیاسی خود فاقد دولت است فعلا.
نه کسی در دنیا افغانستان به حیث یک دولت به رسمیت میشناسه و نه هم کشور افغانستان و سرزمین افغانستان دارای نهادهای حقوقی و مشروع برای مدیریت و امور خود هست. آنچه که ما به او مواجه هستیم یک سلطه یک گروپ است، حتی حکومت هم نیست، سلطه طالبان است به حیث یک گروپ سیاسی نظامی یا ملیشه سیاسی ایدولوژیک در افغانستان. یک اصلاح را میخواهیم بیارم. جناب هاشمی گفت حق با شما نظر است. حقوقی هیچ کس به جز یک دولت مشروع و حکومت مشروع برخواسته از اراده مردم حق دادن دارایی عامه مردم افغانستان به هیچ کس نداره و هر قراردادی هم شود آینده اتومات باطل هست و هیچ ارزش حقوقی نداره. میام سر مسئله دیگه که جنگ در افغانستان جنگ روی معادن است. ما میخوایم در دو بود سر از این تمرکز بکنیم. بله تا یک حدودی هست، اما جنگ در داخل افغانستان در بین امو حلقات مختلف مافیایی سر معادن افغانستان و کنترل ساحات معدنی افغانستان است به خاطر منفعت های گروپی و شخصی و یا حتی نیابتیشان. کشورهای بزرگ مثل روسیه و امریکا من فکر نمی کنم چشمی به معادن افغانستان دوخته بوده باشند. دلیلش هم میگم به شما، دلیلش است که در ایالات متحده امریکا جناب هاشمی صاحب تشریف دارن، همینجا تحصیل کردن، میدانن تمام سکتور معادن به دست سکتور خصوصی هست و سکتور خصوصی اینجا بسیار رقابتی است. تا وقتی که مفاد نکنند در یک جای و از نظر تکنیکی پروژهشون مفاد آور نباشد اونجا اقدامی نمی کنن. و ای افسانه دیگه هم که خوب افغانستان معادن داره که دیگه جای نیست، من این افسانه رو بایست یک زمین شناس و بایست یک متخصص رد میکنم. معادن در همه جای دنیا هست، مس، نقره، طلا، لیتیوم، هر جای هست و سکتور معادن که یکی از جهانی ترین سکتورهای اقتصاد است، پولش جهانی ترین سرمایه دنیاست، در نقطه میره که استخراجش آسان باشه، چارچوبای واضح و روشن و شفاف و حقوقی برش وجود داشته باشه، چارچوبای روشن و شفاف مالی برش وجود داشته باشه که سرمایه خود وقت میبره در اونجا میگذاره، بتانه او را انتقال بده، بتانه او را محافظت بکنه و این چیزاییست که او را میبینه. به این خاطر حتی آن هاشمی صاحب یادش است ما بسیار تشویق میکردیم کمپانی های بزرگ امریکایی را که اونا مسئول هستن حداقل در یک دادگاه میتونی کشش بکنی بیاین علاقه نشان بتن، هیچ علاقه به معادن افغانستان نداشتن. و در اوایل حکومت جناب آقای کرزی صاحب وقتی که مسئله معدن عینک مطرح شد در اونجا یک کمپانی که کمپانی بسیار معتبر مس در امریکا، یکی از بزرگترین تولید کننده های مسشان بود، علاقه نشان داده بود به یک رویالتی بسیار کلان برای معدن عینک با استفاده از آخرین تکنولوژی لیچینگ میگن بیولوژیکال لیچینگ که مس افغانستان استخراج بکنه. متاسفانه با وضعیتی که وجود داشت، با فسادی که وجود داشت، با علاقمندی های عاطفی و تیوری های غلطی که وجود داشت او کار صورت نگرفت. با دوزو دیگه امریکایی ها علاقه نشان ندادن. به این ترتیب روسا خودشان روی بزرگترین ذخایر منابع طبیعی نشسته هستند. من فکر نمی کنم اونا چشم به معادن داشته بوده باشند، ولی چشم امریکایی‌ها و چشم روسا بدون شک روی موقعیت جیوپولیتیک در افغانستان بوده و خواهد بود. می خواهیم دینم اینجا باز بود دیگه مسئله را یا لایه دیگر را مطرح بکنم که بله یک تعداد کشور هاست چشم به معادن افغانستان دارند. کشورهای همسایه ما بخصوص همسایه جنوبی ما، همسایه غربی ما و کشور همسایه ما چین. چین چشمی هم که داره چشمش فقط بر چپاول است. از اول چشمش بر چپاول بوده، حالی هم است و داینده هم خواهد بوده. تاریخ چینی را نشان میده. چینایی ها هیچ وقت به هیچ معیار اخلاقی پابند نیستن جز منافع بسیار خاص اقتصادی خودشان و حاضر هستند کشورها و ملتها و انسانها را تباه بکنن تا یک دلار از او حاصل شود. و من فکر میکنم کسانی که پای چینایی ها را به درون افغانستان کشاندن و خصوص معادن افغانستان را برشان دادن دا آینده پاسخ بخواهند بود به نسلهای آینده افغانستان، چون قراردادهای معادن، کارهای معدنکاری کارهای کوتاه مدت نیست. من هاشمی صاحب به خاطر دارم در وقت هم همکارا را میگفتم که
متوجه باشین که قراردادهای معادن قراردادهای پیاز و کچالو نیست که یک سال دو سال بعد فراموش شود. اینا قراردادهای بین النسلی است. اگر این نسل پرسان نکنه، نسلهای بعدی استخوانهای ما را از قبر خواد کشید و محاسبه خواد کردن. من یقین دارم چون این محاسبه در قسمت معدن عینک افغانستان به یک چالش بسیار بزرگ حقوقی در تاریخش مواجه ساخته خواهند کرد و در قسمت معدن دیگه. بنابراین من تایید میکنم بله، چشم یک تعدادی از خارجی ها به معدن هست، اما جنگ و نزاع روی کنترل در منابع معدنی برای پیشبرد جنگ های نیابتی است و ایر کسانی که جنگ های نیابتی را در افغانستان دامن میزنن تشویق میکنن که امو مصرف خود پایین بیارن. و پروسی هم که امروز ما شما میبینیم مثلا اعلاناتی که اقتان سنگ قاچاق گرفتن اونم اون نزاست. در وقتای جمهوریت هم ایتون میشد یک گروپ مافیایی که دست بالا پیدا میکرد باز سنگ های یک گروپ دیگر را ضبط میکرد و باز پسان که تم جور میامدن شریک میشدن اعلام میکردن امونا رو پس دوباره برشان تحویل میدادن. و فعلا بیشتر همین سه کشور است که در افغانستان با همی به نقل از آقای نبیل که صلح نیابتی که آمده می خواهند اما مصارف خود جبران بکنن که کشور پاکستان است، چین است که مالندار استراتیژی میشه از دیدگاه خود تشریح کردم برای معادن افغانستان و کشور قطر است. تشکر بانو جوادی، خوشحال هستیم که مشکل تکنیکی شما حل شد و به برنامه پیوستید. خوش آمدید میگیم اولا شما را و امیدوار هستیم که صحبت های آقای هاشمی و همچنان آقای سبا را شما شنیده باشید. از شما چون سابقه کار در معاونت تکنیکی وزارت معادن و صنایع کشور را داشتید، میشنویم که در ارتباط به ابزارهای تکنیکی و اینکه چه در دوران جمهوریت چه پیش از او و چه حالا در یک و نیم سال تسلط طالبان بر افغانستان تا چه اندازه معیارهای تکنیکی برای استخراج معادن در کشور مد نظر گرفته شده و اینکه مثلا یک معدنی مثلا مثل عینک یا مثلا زغال سنگ به گونه غیر معیاری و بدون در نظر داشت معیارهای تکنیکی استخراج شوه چه تبعات منفی را روی ذخایر زیرزمینی کشور داره؟ با سلام خدمت شما و دکتر سیف صبا، آقای هاشمی و سایر دوستانی که در اسپیس حضور دارن. اول معذرت خواهی میکنم که بسیار ناوقت نتونستم که ملحق بشم به جمع دوستان و اینکه صحبت های دوستان عزیزم من به صورت جسته و گریخته شنیدم. در دوره یک ساله که من در وزارت معدن بودم متاسفانه همونطور که دکتر سیف صبا گفتن چین بسیار خودخواهانه همیشه زیر فشار می گرفت با توجه به اینکه معادن بزرگ از دولت قبلی تحت کانترکت خود قرار داده بود، نه تنها کمپانی ها پاسخگو نبودند، نه تنها به تعهدات خود عمل نمی کردند در بررسی های تکنیکی که می شد، در بازدیدها و تفتیش هایی که از طرف تیم تکنیکی وزارت معدن به ساحه روان می شد، نه تنها تعهدات خود انجام نمیدادن و تمام مدت سعی در فریبکاری داشتن، سعی در بالا بردن هزینه ها، نشان دادن هزینه های بالا، مصارف بالا را داشتن، در صورتی که گزارشاتی که از ساحه می آمد حقیقت نداشت. مثلا تعهداتی که داشتن تعلیم نیروهای متخصص افغان بود در دوره کاریشان یا در دوره ای که معدن را تحت قرارداد خود داشتن، ولی متاسفانه هیچ فرد متخصصی را اینا ترین کردن. از یک طرف تعهداتی داشتن که تجهیزات و وسایل از خود افغان‌ها خریداری بکنن که اقتصاد چرخه اقتصادی کشور به جریان بیفته، اما متاسفانه تجهیزات خود کوشش می‌کردن که از کشور چین یا از کشورهای همسایه مثل پاکستان داخل بکنن و هزینه‌هایی که راپور می‌کردن به وزارت معدن صد چند هزینه واقعی و یا قیمت واقعی وسیله یا
اکیوپمنتی که اونا داخل می آوردن برای کارشان راپور به قیمت غیر واقعی و قیمت بسیار بالایی گزارش می کردن به خاطر که بتونن از زیر پرداختی رویالیتی وزارت معدن حق دولت و یا سایر موارد بتونن شانه خالی بکنن و ای که همیشه در حالت به تعلیق گذاشتن استخراج یا انکشاف مرحله انکشاف ما کدام راپور دقیقی از ساحات معادن بزرگ ما مثل معدن مثل اینکی که تحت قرارداد چینیا بود مثل معدن مثل ذخیره نفتی بزرگ ما در ساحه آمو دریا متاسفانه اما کارشکنی هایی هم از طرف شرکت ها و کمپانی هایی که داخلی بودن و با اینا جوینت شده بودن وجود داشت که متاسفانه اونها رو ترغیب میکرد که اونها به همین ترتیب بر رقابت منفی فقط در صدد کارشکنی باشن و زمانی که دولت اشرف غنی زیر فشار قرار میداد کمپانی های چینایی را متاسفانه خب به صورت مستقیم به اینها مکتوب های بسیار شدید اللحن از طرف وزارت معدن با تایید خود اشرف غنی روان می شد اما متاسفانه بعد از اون می دیدیم که یکی دو روز بعد سر و کله سفیر چین در ارگ و یک سری مسائل پیش آوردن یک سری مسائل سیاسی دیگر کمک هایی که در بخش زیربنای برق بود و تعهدات بسیار فریبکارانه ولی پیش پای افتاده را پیش می کشید که می خواست ذهن کلانا را به دور ببره از اینکه او کمپانی حالا امو تعقیب او اختاریه و او کمپانی کمرنگ تر بشه در او دولت ما شاهد این چیزا بودیم اما متاسفانه دقیقا کشور چین فقط در افغانستان به دنبال منافع خود بود و حتی معدن مس عینک به خاطری که رکود اقتصادی در بازارهای جهانی راجع به قیمت جهانی مس پیش آمده بود به همین خاطر یکی از دلایل بزرگش بود که اینا برای استخراجش بسیار چی میکردن تعلل میکردن و به تعویق مینداختن و میخواستن که پیش بینی کنن ببینن چند سال آینده ای از نظر قیمتی در بازار قیمت مس افزایش پیدا میکنه که شروع استخراج کنن یا نکنن ولی در مدام کاملا ما شاهد فریبکاری از طرف کشور چین بودیم. بانو هاشمی سوال را اگر حتما شما متوجه شدین که در ارتباط با رعایت معیارهای تکنیکی در استخراج معادن کشور بود و امیدوار هستم که بپردازید. متاسفانه از یک طرف متخصصایی که در وزارت معدن بودن از تخصص بسیار پایینی برخوردار بودن و نیروهای متخصصی را که ما به صورت آپدیت به کشورهای همسایه مثل ایران و هند برای تخصص روان میکردیم وقتی که یا بر نمیگشتن یا وقتی هم که بر میگشتن ایده‌های خیلی بالایی داشتن و چی نبودن حاضر و کار به پوزیشن قبلیشان نبودن و از یک طرف خب نیروهای متخصص فوق العاده ضعیف بود که بتونه با مو تخصص خود در ساحه کمپانی را زیر فشار بگذاره یا راپورهای دقیق از ساحه برای ما برسه. دومی که تجهیزات وزارت معدن بسیار محدود بود، جابجایی هایی که در دولت اشرف غنی در خود ساختمان وزارت معدن شد باعث شد که خیلی اسنادها از بین بره و گم بشه و خیلی از کامپیوترها و یا معلومات کامپیوتری کاملا از بین رفت. من خودم شاهد دپویی بودم که کامپیوترها و حافظه های بسیار زیادی مثل یک ترش در اونجا انبار و دپو شده بود. به همین خاطر متاسفانه تعقیب آنچنانی در او خصوص صورت نمی گرفت از طرف وزارت معدن. تشکر بانو جوادی. آقای هاشمی در ارتباط به صلاحیت حقوقی حاکمیت طالبا در افغانستان صحبت شد که اینا ندارن چنین صلاحیت را برای عقد قراردادهای کلان که در جمع ذخایر ملی محسوب میشه. حقوق بین الملل در ارتباط چی میگه و کنوانسیون های بین المللی در ارتباط چی میگه؟ کدام الزامیت را تعریف میکنه بر از این که مثلا مانع از حکومت چین شوه برای از این که چنین قرارداد را با یک طرفی که مشروعیت داخلی و بین المللی نداره نبندن؟ تشکر از سوال شما. بله، کنوانسیون های بین المللی سرمایه گذاری هست، مخصوصا اکسد که افغانستان عضو از کنوانسیون بین المللی هست که اینا در حقیقت مرکز حل منازعات بین المللی سرمایه گذاری بین کشورها هست. اینا به صراحت شرایط واضح را برای جلب سرمایه گذاری به کشور میزبان وظیفه داده میشه
و قوانین کشور میزبان، قوانین سرمایه گذاری کشور میزبان به تأسیس از این کنوانسیون بین المللی زمینه را برای جلب سرمایه گذاری های بین المللی مساعد میسازه. باز هم برمیگردم به امو صحبت اولی که تشکر میکنم از جناب دکتر صاحب که بسیار مقبول یک کلمه را واضح ساختن که بله یقینا در افغانستان ما به گفتن کلمه نامشروع اتفاق کردم، ولی شما بسیار واضح گفتین که سلطه یک گروه هست در افغانستان یقینا بدون شک. حالا ببینین سلطه یک گروه، ما در افغانستان دولت نداریم، دولت یک کلمه حقوقی تعریف شده است، متشکل از عناصر مشخص و واضح است. اولا اینا به هیچ قانون و مقرراتی پابند نیستن و هیچ مقرراتی را احترام نمیگذارن، چیزی خاصا که به قانون بین المللی اینا ارزش قائل باشن. اولا ثانیا اینا دولتی نیستن که از طرف جامعه بین المللی یا به رسمیت شناخته شده باشه و اینا عضو کنوانسیون های بین المللی باشن. افغانستان عضو کنوانسیون بین المللی اکسد هست که او کنوانسیون بین المللی جلب سرمایه‌گذاری و حل منازعات سرمایه‌گذاری هست. سوال اساسی اینجاست که با در نظر داشتی همه این مسائل که واقعا یک سلطه یک گروه هست در افغانستان، از هیچ نوع مشروعیت نه داخلی و نه خارجی برخوردار است، چرا چینایی ها آمدن قرارداد بین المللی به عنوان قرارداد بین المللی سرمایه گذاری عقد میکنند، در حالی که پیش زمینه عقد قرارداد بین المللی چندین مسائل حقوقی است که حضور دولت مشروع است، نهاد مشروع است، نهادهای مشروع است، قوانین نافذه از کشور است که چگونه سرمایه گذاری تضمین میکنه، چگونه تسهیل میکنه و چگونه پس دوباره سرمایه گذاری میتونه که زمینش مساعد بسازه در افغانستان، در حالی که اینا مثلا دو قرارداد دیگه بزرگی را چینایی ها در افغانستان داشتن که هر دوش ناموفق و ناکام بوده و خانم خدیجه جوادی به صورت واضح مسائل مشکلات تکنیکی از رو واضح بیان کردن. اینا آماده شدن تا در افغانستان بیاین و به عنوان سرمایه گذاری، تحت عنوان سرمایه گذاری. من کلمه دیگر استفاده میکنم که در حقیقت حضور چینایی در افغانستان بحث سرمایه گذاری نیست، بلکه بحث تصاحب معادن است و ما اصطلاحی را که دکتر صاحب به کار بردن چور و چپاول معادن افغانستان است. و تا امروز ما یک موضوع را و مقاله را خواندم که چینایی ها در حالی که چند هزار تن مواد معدنی لیتیم از ولایت های ننگرهار و ولایت کنر قاچاق میکردن، در مرز تورخم اونا بازداشت شدن یا گرفتار شدن یا مانع قاچاق این مواد شدن. پس این به صراحت میرسونه که چینایی ها به دنبال مسائل دیگری در افغانستان هستن و یقینا قوانین بین المللی سرمایه گذاری در عرصه جلب سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذار در کشورها بسیار واضح است و قوانین کشور میزبان به تأسیس قوانین کنوانسیون های بین المللی بعضی معیارها و مشخصاتی را وضع میکنه که تا چه شرایطی میتونن که سرمایه گذارهای بین المللی در اون کشور سرمایه گذاری بکنن. اولا او سرمایه گذاری باید به نفع یک کشور باشه و منافع ملی و کشور را تضمین بکنه، منافع را به مردم از کشور ارائه بکنه. من فکر نمیکنم که به هیچ عنوان استخراج معادن افغانستان، چور و چپاول معادن افغانستان امروز کدام منافع را برای منفعت ملی افغانستان داشته باشه و همه روزه ای پولی است که به جیب یک سلطه حاکم میره و یقینا که در دراز مدت اینا پاسخو خواهند بود. تشکر آقای هاشمی. آقای سبا، در ارتباط به گروه های مافیایی در افغانستان پیشترم شما اشاره کوچکی داشتید در زمینه، فعلا نمیدانم شما تا چقدر اطلاعات و معلومات دارید که برخی از گروه های مافیایی در اقصا نقاط کشور عملا صاحب اختیار بودند در استخراج معادن و اینکه اینا فشار می آوردن به لحاظ امنیتی، به لحاظ اقتصادی روی دولت پیشین هم که به هر نحوی اینا امو استخراج معادن در انحصارشان داشته باشن. آل فعلا وضعیت چطور است و همچنان میخواییم به این نکته هم اشاره بکنیم که بکنین شما که آیا درست است که شما تحت فشار همین گروه های مافیایی در وزارت معدن قرار داشتید و به خاطر امو فشارها مجبور به استعفا شدید از وزارت معدن؟ تشکر جناب مهران. در قسمت گروه های مافیایی شاید جناب هاشمی صاحب که بیشتر کارهای حقوقی را انجام دادن در افغانستان بلدیت بیشتر داشته باشند و بیشتر روشنی بندازن، اوشان در بخش سکتور خصوصی هم موقف های بسیار خوب داشتن. ولی من یک چیز میخواییم تایید بکنم که همونطور که صحبت اول خود گفتم این گروه های مافیایی تغییری نکردن، همیالی هم هستن، منتها
دست به دست شده، مثلا یک گروهش سابق به سابق قوتر بوده، حالا کم قوتر شده، گروه دیگه آمده جایش گرفته و این دمی 40 سال میتر است. طالبا در وقتی که ما هم حکومت بودیم از تمام استخراج ها باج خود می گرفتن، در قاچاق سعیم بودن، یعنی گروپ های دیگر حمایت و راداری برشان میکردن. با این ترتیب در داخل حکومت، در ساحه کنترل حکومت هم گروپ های مافیایی دیگی برای طالبا راداری میکردن، حمایتشان میکردن، چون منفعت شریکی داشتن. حالی هم این قصه دوام داره، هیچ تغییری نامده. و این مسئله هم که هاشمی صاحب اشاره کرد که چینایی ها قاچاق میکردن گرفته شده، حتما همون بدبختایی بوده که با شبکه های اصلی سر و سازش نکده بودن یا کم حق داده بودن. حالی پس دوباره همین مواد برشان میتنی یقین داشته باشین، باز یک راه برش پیدا میکنن. این این قصه است که یادم را از یک قصه میاره. پیش از اینکه من وزیر شوم، یک 70 لوری موتر پر از سنگای لاجورد در پروان گرفته بودن، ضبط کرده بودن و بعدن بسیار براحتی امور باز یک راه برش پیدا کردن، برشان پس دوباره دادن وقتی خود شریک ساختن. یک گروپ نود قدرت اومده بود و گروپ دیگه برش شراکت نمیداد، مالش گرفتن تا خود شریک ساختن. این اقتصاد بسیار کوچک است که دوام داره. در قسمت استفای خود، ما در استفای خودم نشته کردیم دوستان میتونن یک سند تاریخی از موجود است و دسترسی داشته باشن. بدون شک ما وقتی فهمیدم که اراده در دولت قبلی یا در ریاست دولت قبلی و حکومت قبلی برای مبارزه با مافیا و برای ایجاد کردن یک سکتور معدنی به منفعت افغانستان نیست، دیگه فهمیدم که اینجا فایده نداره تلاش ما. آقای هاشمی حاضر است و از جمله همکارای ما بودن و شاهد است. ما بیشتر از 123 ماده یا موضوع را در قانون معادن کمی نظام مافیایی معادن در افغانستان پایه‌گذاری کرده، ایره تجدید نظر کردیم سرش، بحث‌های بسیار شفاف انجام دادیم. برای اولین بار ما قرارداد عینک عامه ساختم، به دیدگاه مردم افغانستان و جهان قرار دادیم. شورای مشورتی معادن ایجاد کردیم که کلی مردم عادی حتی می آمدند و شرکت میکردند سر مسائل بحث شود. و تمام پیشنهادها و زحمتهای خود بعد از 6-7 ما روان کردیم به حکومت در وزارت عدلیه کرفت تا به روز امروز. و هیچ نوع علاقه از طرف رئیس حکومت که وقت جناب آقای اشرف غنی بودند و همکارایش وجود نداشت، بلکه یک تعداد همکارای بسیار نزدیکش، رابطه بسیار نزدیک با اینمی گروپ های منفعتی و مافیایی معادن داشتن و از این دفاع میکردن. همچنان مسئله حکومت چین، خواهر عزیزم خانم جوادی اشاره داشتن، یک مشکل اساسی که ما در او برخوردم مسئله برخورد ما با چین بود. من ایزر جدی بودم، چینا یا 80 میلیون دلار پول مردم افغانستان دزدی کرده بودن نمیدادن و چوب خود گرفته بودن، تا بالا هم فکر نمیکنم داده باشن. ما اونا رو کش کردم و این باعث یک تنش بسیار جدی بین ما و طرفدارای حکومت چین در داخل حکومت افغانستان، که اونا رو سفیرای دولت چین در داخل حکومت افغانستان یاد میکردم در حلقات خصوصی. و بالاخره آقای شخص رئیس جمهور شد که اونا منفعت چین به منفعت مردم افغانستان ترجیح دادن و ما به امو روزی که گپ مطرح دوره آقای کرزی منظورتان است یا دوره آقای غنی؟ دوره اول آقای غنی. من 1 سال وزیر معدن بودم، 1 سال اول حکومت آقای غنی. تشکر از شما. بانو جوادی، در ارتباط به تجربه‌ای که از کشور چین در استخراج معادن در قاره اروپا، در قاره افریقا داره، که اینا استراتژیشان طور است که چنان که پیشتر هم اشاره شد، اول عقد قرارداد میکنن، بعد به دلایل اقتصادی و دلایل سیاسی استخراج معدن به تأخیر میندازن، بعد او کشور صاحب معدن را به گروگان خود میگیرن، بعد دوباره میاین مذاکره میکنن به خاطر از این که بتانن به قیمت ارزانتر او را استخراج بکنن. فکر میکنید که فعلا هم حکومت چین دنبال عزیز که با بهانه که گروه آمده در افغانستان حاکم شده، به همین بهانه
معادن افغانستان را تصاحب بکنند و به نحوی افغانستان را و معادن افغانستان را در انحصار خود در بیارند. بله، با تشکر از دوستان، مخصوصا دکتر سید که بسیار شفاف صحبت کردند. در خصوص چیزی که در دوره معینیت خود ما تجربه کردم این بود که کشور چین بسیار خودخواهانه میخواست که رقیب های تجاری و اقتصادی خود در افغانستان از میدان بدر بکنه. ما کاملا در ذهنم هست که ما از طرف کشورهای عربی هم برای استخراج نفت ساحه افغان تاجیک و ام دریا باز پیشنهادات داشتیم وقتی که زمانی که قرارداد به تعلیق رفته بود، ولی باز از بعد از اینکه چینایی ها متوجه شدن که بعد از به سمت تعلیق رفتن یا به سمت محکمه بین المللی در لندن برگزار می شد، تاریخ تعیین شده بود که از طرف حکومت افغانستان و از طرف کشور چین یا کمپانی مورد نظر در اون محکمه حاضر بشن که قرارداد داد به سمت فسخ و مواردی که باید جبران خساره میشد به او سمت بره. خب چینایی ها در این جریان نفرهای خود در داخل ارگ داشتن و از بسیار سریع از اخبار داخل ارگ خبر میشدن و با توجه به می حاضر بودند که فشارهای سیاسی خود از طریق سفیرشان و حتی در آخرین فشاری که داشتن این بود که حدود $2 بیلیون و زیربنای برق افغانستان چین به صورت خیرخواهانه کمک کرد، ولی در عوض در بین صحبتهای خود این تعهد گرفت که به کمپانی چینایی فرصت بیشتری داده بشه تا این که بتونه به تعهدات خود جامعه عمل بپوشانه. این مسائل بود، ولی کاملا شفاف و واضح بود که کمپانی های چینایی اگر واقعا نمیخواستن هم استخراج شروع بکنن، از یک طرف نمیخواستن که رقیب های اقتصادی دیگهشان در دنیا صاحب اون معادن در افغانستان باشن، مخصوصا در خصوص ذخایر نفتی ما، مخصوصا در خصوص دومین معدن مثل بزرگ دنیا، معدن مثل عینک، مخصوصا در ارتباط با لیتیم افغانستان. خیلی جالبی بود که اگر یک جلسه ای در خصوص مسائل زیربنایی به خصوص منابع زیرزمینی افغانستان در ارگ گرفته می شد، فردای او روز سفیر چین، سفیر ایران در داخل ارگ حضور داشتن و خواسته هایشان دقیقا همون خواسته هایی بود که در خصوص همون موضوعی بود که ما روز گذشته صحبت داشتیم و او جلسه به صورت خیلی خاص و به صورت خیلی سیکیور برگزار شده بود. در خصوص لیتیم در سال 93 یا 94 بود که حتی آمریکا درخواست سرمایه گذاری شخصی از طرف خود شخص ترامپ را داشت که این مسئله را خب یک مقداری اگرچه اول خواستار دولت اشرف غنی خواستار کمک های تکنیکی و اقتصادی و سرمایه گذاری در زمینه استخراج لیتیم حتی به صورت نیمه پروسس شده، یعنی حتی تا حد پروسس اولیه در داخل افغانستان بشه و به صورت نیمه پروسس فروخته شده در بندر چابهار عرضه بشه به مشتری، درخواست از کشور امریکا داشت، ولی متاسفانه این جامعه عمل پوشانده نشد از طرف حکومت، یعنی سرمایه گذاری حکومت امریکا، ولی مدتی بعد به صورت شخصی درخواستی از طرف ترامپ خواسته شد که با سرمایه گذاری شخصی خود روی معادن لیتیم افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد که یک تیمی تشکیل شد تا این مسائل بررسی بکنه و پیش ببره که متاسفانه به توافق رسیده نشد و چین بلافاصله در همون محدوده زمانی علاقمندی خود به لیتیم نشان میداد که در نشست هایی که میشد من خودم شاهدی بودم که بار بار برای مسافر چین تذکر داده شد که اگرچه شما قراردادهای بزرگ معادن ما را تحت قرارداد و تحت تعهد خود دارین، در او زمینه ها ما هیچ خیری از شما ندیدیم و ای که شما بخواید خواسته های جدیدی را داشته باشین این مسئله بسیار بر ما غیر قابل قبول هست. در خصوص این که شما مهران سید سوال کردین که به تاراج میره یا این حکومت طالبان این مسئله را داره بیشتر دامن میزنه یا نه، چیزی که دکتر سبا گفتن از نظر من کاملا تایید و قابل احترام است، به خاطر که ما و دکتر صاحب و هاشمی صاحب با تمام وجود خود لمس کردیم در دوره کاری خود نه تنها چینایی ها بودن، متاسفانه مو کمپین های داخلی و افغان و مو نشنال خود ما هم به این غارت ها و چپاول ها بیشتر دامن می زدن، سناتور هایی بودن با خواسته های خیلی عجیب و غریب، خب بعد پشتی خواسته اینا می دیدن که کشورهای دیگه هم هستن و زیر سایبایی بودن که به صورت
خاص خود شخص خود بنده زمانی که وزیر وقت یا سرپرست وقت در خارج از کشور افغانستان بود، مرا به شدت زیر فشار گرفت که من خاصتا میخواهیم که این نیروها در فلان ساحه روی فلان معدن بررسی بکنن بدونی که اونا چیزی رو تحت قرار داده داشته باشن، و مرا وادار میکرد که شما باید با رئیس او ولایت در ارتباط باشین، با اونا بگوین بانو نامه. جوادی، با معذرت که صحبت شما را خواهش قطع میکنم. میکنم، اگر یک کمک صریح‌تر و واضح‌تر صحبت بکنیم، چون که اگر ما فعلا در این شرایط درست در من شرایطی که ما هنوز متوجه ما اگر که شما مناسب ببینید من نام میبرم، برای من خدا مشکل نیست چون من تمام واقعیت رو بفرمایید دیدم. صریح صحبت بکنیم، چون که در وضعیتی درست که آدم همه دار و بله ندار و بهتر است سرزمین خود از دست میده، بهتر است که کل مردم افغانستان در هر اقصی نقاط جهان که حضور دارند بدانند که از طرف کیها، کسایی که خود خدمتگزار وطن نشان میدادند، از طرف کیها در پشت پرده معادن ما به صورت پنهانی چی میشد، چی میگندم و آفر میشد، پیشکش میشد. مثلا در زمانی که خانم نرگس نهان از کشور خارج بود، در یک سفر کاری بود، از طرف اکلیل حکیمی وزیر مالی ما به شدت زیر فشار بودم که شما بایدی که 20 نفر از کمپانی، یک کمپانی خاص چینایی بود راجب فلزات رنگه، میخواین که در ساحه بامیان و راجب طلا، مس، آهن، فلزات رنگه چی مطالعه بکنن و بخواین که درخواستی بدن برای قرار تحت قرار داد گرفتن. و ما باز هم به ایشان گفتم که وقتی که وزیر نیستن من نمیتونم امنیت اینا رو بگیرم و من نمیتونم خودسرانه اینا رو به ساحه ناامن روان بکنم، که بعد به شدت از طرف وزیر برای ما پیغام رسید که شما نیازی به مسئله امنیت گرفتن این 20 نفر چینایی ضرورت نداره که مسئولیتی بگیرین، فقط شما رئیس خود در ولایت بامیان زیر فشار بگیریم که تمامی خدمات، اطلاعات و همه چیز به این نیروی به این گروه متخصص 20 نفره چینایی تسلیم بکنه. ما خودم با استفاده از امکانات و تجهیزات و هلیکوپترهای قطعه خاص نظامی وزارت دفاع 20 نفر انتقال میدم و امنیتش میگیرم. شما فکر کنین به خاطر خواسته شخصی یک نفر از امکانات قطعه خاص وزارت دفاع باید استفاده میشد برای امنیت گرفتن گروهی که منافع شخصی آقای حکیمی درش دخیل بود و او قطعه خاص باید برای امنیت کشور در او زمان خدمت میکرد و از بودجه‌ای که برای از حکومت میگرفت به خاطر اعاشه خود باید در خدمت مردم می بود، او وقت و زمان در خدمت کارهای شخصی وزیر صاحب بود. یا ای که من یادم است که به شدت از طرف راتب پوپل در خصوص حوزه نفتی آمودریا ما زیر فشار بودیم، راتب پوپل کمپانی وطن گروپ که جوینت با کمپانی سی ام پی سی آی بود که در تحت قرار داد قرار داده بودن حوزه نفتی آمودریا را. بعد از این که ما چینایی ها را زیر فشار گرفتیم، جناب پوپل صاحب در صاحب به شدت استخراج شروع کرد، استخراج غیر قانونی را، و بعد میلیون ها بیلر و تانکرهای نفت ذخیره کرده بود و مدام ما را زیر فشار میداد و مکتوب روان میکرد که اگر شما اجازه فروش این ذخایر نفتی استخراج شده، معذرت میخواهیم، ذخایر استخراج شده رو به من ندین، طالب تهدید کرده در ساحه و میخواهی که بیلرها و تانکرها را با راکت بزنه و این ساحه به یک جهنمی تبدیل خواهد شد که شب و روز تحت آتش سوزی قرار میگیره و مردم و کل ساحه همو بلاکی که استخراج شده بود از بین خواهد رفت. و بسیار به صورت زیبا بمی مطرح شد در شورای عالی اقتصادی و اجازه فروشش هم از طرف رئیس جمهور گرفته شد و من حتی زمانی که تعقیب می کردم که چه وقت حق دولت، چه وقت حق رویالتی به وزارت معدن پرداخت خواهد شد و هیچ چیز پرداخت نشد و بعد من واقعا تا امروز برای من سوال است که پشت پرده چی کسهایی از داخل وزارت معدن که با اینا همکاری کردن به چه منافعی، با چه وعده و وعیدی از طرف پوپل صاحب این فشار قرار دادن و این مکتوب زیبا و فریبکارانه را جور کردن و امضایش از شورای عالی اقتصادی گرفتن. در خصوص دیگه بسیار موارد شفاف دیگه وجود داره که حالی در حال حاضر در ذهن من نیست، ولی کارهای بسیار جالب دیگه میشد. مثلا ما بزرگترین چور و چپاول در قسمت زغال سنگ افغانستان داشتیم، از نظر کالری حرارتی
دکتر سبا کاملا میفهمن، به خاطر که جیولوژیست هستن، رگه زغال سنگ حتی به مراتب در داخل پاکستان کالریس و حرارتی بالاتری داره، ولی اونا ذخایر خود دست نخورده قرار میدن و بسیار به قیمت ارزان از مافیای استخراج زغال سنگ در افغانستان زغال سنگ افغانستان خریداری میکنن. از اون طرف در سر مرز دو تا فابریکه بسیار کلان تولید سمنت بی کیفیت، فقط در روی هر پاکت سمنت نوشته میشه که only just for افغانستان، و با مو زغال سنگ و سمنت تولید میکنن، پس به افغانستان روان میکنن که بعد از اون ساختمان هایی که ساختن میشه با یک لرزه بسیار کم کاملا فروپاشی میشه. و من سوال است که چه پلانی پاکستان داره پشت این مسئله؟ این مربوط به این نیست که ما در حال حاضر امروز شاهدی هستیم که افغانستان دولت مشخصی نداره، دولت ثابتی نداره، این چور و چپاول مربوط به حال نیست، مربوط به اون زمانی است که ما حتی در رأس دولت مشخصی داشتیم، وزیر داشتیم، معین داشتیم. ما این چور و چپاول ها را از طرف نفرات داخلی خود، زورمندای داخلی خود هم داشتیم. دو تا از بزرگترین کمپانی هایی که ما براتون نام میگیرم، 13 یکشان 13 سال و یکشان 10 سال یا 11 سال به دولت از نظر حق رویالیتی یا حق اجاره زمین صاحب تحت قرارداد خود مقروض بودن. یکی کمپانی خوشکسای بود که در دو تا کمپانی رو دو تا معدن بزرگ تحت قرارداد خود داشت، یکی در صوف یکی معدنی بود که در صوف بود، در صوف بامیان، و یکی هم معدن سبزک هرات بود که وکیل صاحب خوشک چیزی بالغ بر 11 سال از هر معدن خود مقروض بود که به میلیون ها دلار حق رویالیتی حکومت رسیده بود، ولی حتی یک افغانی پرداخت نکرده بود. و دیگری بود بسیار جالب بود، این مافیایی که دکتر صاحب اشاره میکنن، من دل پردرد دارم، ولی خیلی خوب شد که این فضاها ایجاد شد که ما بتانیم اینا را بر گوش مردم برسانیم. یک کسی و 4 تا برادر بودن به نام هاشمی که کمپانی نهرین جور کرده بودن و ساحه نهرین تحت قرارداد خود برای استخراج زغال سنگ داشتن، اجازه را نداشتن در مرحله مطالعات تفحص و انکشاف بودن، ولی در همون 4 سال هم به صورت خودسرانه استخراج کرده بودن و در مسیرها به طالب هم رشوه داده بودن و نیروهای امنیتی خود افغانستان هم رشوه داده بودن و از مرز ترخم خارج کرده بودن به افغانستان و پاکستان صادر کرده بودن. و جالبی بود که این کمپانی حتی فقط در مرحله مطالعات و تفحص بود و حتی یک ورق راپور تفحصی و مطالعاتی در اون زمینه نداشت، ولی بعدا میدید که استخراجش دوستان عزیزان کارمندان تفتیش معادن وزارت معادن در ساحه راپورهای رو روارد میکردن، معذرت میخواییم، از استخراج همی میلیون ها تون زغال سنگ توسط این کمپانی. خب خیلی جالبی بود که این کمپانی هم یک افغانی رویالیتی پرداخت نکرده بود، حق دولت پرداخت نکرده بود، که اینا مراجعه کردن به وزارت معدن، آمدن در دفتر مرشیشتیم صحبت کردیم و گفتم که میشه که بیاین صحبت بکنین و حتی اگر نمیتونین پرداخت کنین وزارت مالیه برای شما اقساط ببنده، ولی خب در نهایت شما باید حق مردم و حق حکومت بدین. خب بعد از اون ما یک دفعه شاهد شدیم که هاشمی صاحب شد رئیس کمپانی برادران هاشمی، یک دفعه شد وزیر مخابرات بدون اینکه کسی متوجه ازی باشه که اینا یکی از بزرگترین مجرمای اقتصادی کشور افغانستان هستن. دیگه کسی دیگه به نام چی معدن سمنت چی را داشت، بسیار جنجالی شد در حضور ذهن ندارم، اینا هم بسیار کلان رشد کردن و این مسائل بسیار به شدت مرا آزار میداد و حتی زمانی من اینقدر عذاب وجدان داشتم که فکر میکردم که من اگر کاری نمیتونم بکنم باید زودتر از این پوزیشن بیرون شوم، به خاطر که من نمیتونم دین مردم افغانستان رو به گردن بگیرم. تشکر بانو جوادی. آقای هاشمی، در ارتباط به اینکه از استخراج معادن فعلا در افغانستان یک گروه طالبان که یک گروه تروریستی است نفع میبره، در کنار طالب سایر گروه های تروریستی مثل القاعده، مثل داعش، مثل تی تی پی که در پاکستان فعال است، تا چه اندازه از این استخراج معادن و تاراج معادن در افغانستان سود میبرن اینا؟ تشکر.
سوال خوبی رو شما مطرح کردین. ما میخوایم اولا مشکلات مسائل معادن افغانستان، خانم جوادی بسیار خوب مسائل تکنیکی رو به واضح گفتن و جزئیاتش پرداختن. در حقیقت موضوعات مسائل مشکلات معادن افغانستان خلاص به مسائل تکنیکی و حقوقی نمیشه. ابعاد سیاسی بسیار گسترده داشت، مسائل مافیایی، مسائل حقوقی، مسائل تجارتی، مسائل قوانین، اینا همه موضوعات دست به دست هم داده بودن اقتصاد معادن افغانستان، نظام سکتور معادن افغانستان به سکتور مافیایی مبدل ساخته بود. از داخل خود وزارت معادن هم مامورین بودند که تبانی داشتند با این نظام های مافیایی. برخورد های سیاسی دوگانه، چندگانه، قومی، تبعیض‌آمیز، سمتگرایی خود ارگ، مداخله در هر مسئله، مسائل قوانین و مسائل قراردادهای معادن از طرف ارگ و حلقات وابسته به ارگ و حلقات وابسته به رئیس جمهور. مشخصا شما ببینید رئیس جمهور افغانستان شخصا به مامدیر آذری زنگ میزد، به یک رئیس داخل وزارت معادن زنگ میزد که فلان کار فلان بشه و چه شکل صورت بگیره. اینا یک حلقه را ساخته بودند به نام یک نهاد به نام تشویق ساخته بودند، یک گروه. آقای داوود نورزی در رأسش بود، افراد وابسته به حلقات مشخص، به گروه های سیاسی مشخص، گروه های مافیایی مشخص و به قوم مشخص در اونجا تمرین ترند داده می شد. بعد اینا در هر وزارت گماشته می شد و اینا بعد از یک مدت یک سال یا 6 ماه یا 2 سال معین ها می شدن و وزیر ها می شدن و اینا مشخصا دستور و هدایتش خود از ارق و از معلقه مافیایی می گرفتن و به نفع و به منافع یک گروه مشخص قراردادهای معادن باید می دادن. که خانم جوادی مثالش اشاره کردن که آقای حکیمی مشخصا هدایت میده که شما باید چی کنید. یک بود مسئله بود. بود قضیه دیگه ای بود که بحث مسئله بقای نظام، بقای آقای اشرف غنی، پیروز شدن از رواد انتخابات، اینا کلش معاملات سیاسی بود که صورت می گرفت. تنها علاقات مافیایی اینا نمیتونستن به تنهایی خود به خودی خود حاکم شان در معادن افغانستان. بله دولت و علاقات مشخص در درون دولت اینا با اینا تبانی داشتن، دست داشتن، پارلمان نزدیک طرف، اینا همه دست به دست هم میدادن و از این منابع و منرالی و مواد معدنی افغانستان و قراردادهای معدن افغانستان را سود میبردن. چیزی که شما اشاره کردید مشخصا سوال شما، ما به یاد دارم که تالک ننگرهار به یک کمپانی قراردادی قبلا داده شده سالهای سال. اینا تبانی با بخش آیسای پاکستان داشتن، اینا خودشان نمیتونستن که به نام کمپانی افغانی اینمی تالک به خارج از افغانستان صادر بکنن. از یک طرف افغانستان در امو شرایط ترس و بیمی از این فوق العاده وجود داشت، نیروهای بین المللی و جامعه بین المللی که در افغانستان حضور داشتن که اینمی قراردادهای معادن افغانستان در حقیقت بخش از تمویل منابع تمویل کننده تروریسم و داعش و غیره و غیره گروه ها در افغانستان مبدل شده و شما باید رو کنترل بکنید. و همین بود که به صورت عاجل آقای اتمر که مشاور امنیت ملی بودن قرارداد لاجورد بدخشان فسخ کردن، قراردادهای چندین قراردادهای دیگر، قراردادهای مرمره در ولایت هرات در چشت شریف در اونجا فسخ کردن و چندین قراردادهایی رو اینا خودشان فسخ کردن بدون از اینکه از حتی وزیر معدن یا وزارت معدن در جریان قرار داشته باشه. یک بس و این کمپانی به نام کمپانی رحیم زای نام داشت، عبدالرحیم زای کسی اگه اشتباه نکرده باشم در هرات در جلال آباد بودن. اینا از سالهای متمادی قرارداد در اختیار داشتن و اینا در حقیقت خودشان نمیتونستن که صادر بکنن منابع تولید شده را، مواد معدنی را. تنهای کمپانی نه، چندین کمپانی دیگه اینا میفروختن به کمپانی هایی که وابسته به آیسای پاکستان بودن، مثل کمپانی های سمنتی که اونا دارن، مثل کمپانی های دیگه و از طریق از اونا باز به خارج از پاکستان و به نام پاکستان صادرات صورت میگرفت و این پول میرفت، بیشترش شاید بیش از 60-70% میرفت به جیب پاکستانی ها، شاید 20% یا 10% 15% به اینا میرسید. اینا به نحوی از انها به صورت غیر مستقیم تمویل کننده تروریسم در افغانستان بودن، با یک از نگران های اساسی جامعه بین المللی در وقت مبدل شده بود. و ما بیاد دارم که جناب دکتر سبا هم ایرانوان میکردن که ما هیچ قرارداد معادن که خارج از کنترل دولت افغانستان باشه ما کسی به قرارداد نمیدیم. اما متاسفانه حلقات که در داخل ارگ بود اینا بیشتر تسهیل کننده و مساعد کننده، مداخلات از اینا و خواسته های از اینا بیشتر تسهیل کننده زمینه فساد، مافیایی ساختن مسائل معادن زمینه را تسهیل میکرد. یکی از موضوعاتی که ما باید دارم، چنانچه خانم جوادی اشاره کردن با آقای هاشمی که اونا وزیر مخابرات بودن، ما مشخصا موضوع 4 قرارداد بسیار بزرگ معادن افغانستان که بعدا یک موضوع مزلی حقوقی پیدا کرد و یک چالش عمده برای دولت بود. ببینین این 4 قرارداد قبلا در زمان حکومت آقای کرزی با داوطلبی رفت، مطابق قانون معدن 4 کمپانی بین المللی قرارداد عقد نشد.
بلکه مذاکرات صورت گرفت، قرارداد نهایی شد و در شرف عقد شدن بود که حکومت آقای اشرف غنی وارد شد و این قراردادها موکول شد به این که دولت آقای اشرف غنی قراردادها را امضا بکنه. در روز مولا در وزارت معدن بودم، از ما خواسته شد تا این مسئله را در سال 2017 که این چهار قراردادی که به سرنوشت باقی مانده بود از سال 2012 الی سال 2017 به سرنوشت بود و کمپانی‌های بین‌المللی به دنبال ازی بودند که ما میلیون‌ها دلار مصرف کردیم، وارد افغانستان آمدیم، وقت ما ضایع شد، ما می‌خوایم این قراردادها رو به دست بیاریم. و البته شرایطی که در قوانین افغانستان پیش بینی شده بود این بود که هیچ کمپانی افغانی نمیتونه که قراردادهای بزرگ معدن بدون داشتن یک شریک بین‌المللی که اونا از تخصص، سرمایه، تجارب و ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته برخوردار هستن، اینا قراردادهای معدن بزرگ به دست بیاریم. بنابر از آنها این پالیسی بود که در وقت در نظر گرفته شد، ولی بعدها متوجه شدیم که از چندین نگاه مشکلات خاص خود داره که میتونه قراردادها را مافیایی بسازه و با شرکای بین المللی اینا بیان و قراردادهای معادن افغانستان را به دست بیارن. و این قراردادها در شورای عالی اقتصادی ما شخصا پرزنتیشن دادم، تقریبا در حدود نیم ساعت آقای رئیس جمهور اشرف غنی حضور داشت، دکتر عبدالله حضور داشت، همه اعضای کابینه و کسایی که در او وقت بودند در حکومت حضور داشتند. متاسفانه در ختم اینمی پرزنتیشنی که ما دادم در ختم جلسه تصمیم به این شد که چهار قرارداد لغو است، منحل است و به هیچ عنوان این قراردادها. چرا این لغو است قراردادها؟ در کانتنت خود قرارداد، در آنچه که در پرزنتیشن ارائه شد، موضوعات و مسائل بسیار مهم کلان اقتصادی که هر کدام از قرارداد میتونست بر افغانستان سالانه در حدود 1.5 تا 2.5 تا 3-400 میلیون دلار عاید بر دولت افغانستان در او شرایط، بدون در نظر داشتی مسائل منافع ملی، منافع اقتصادی افغانستان، فقط یک کلمه گفته شد که در وزارت معادن چون فساد بوده، قوانین معادن مطابق میل ما نبوده، وزیر معادن مطابق میل ما نبوده، چهار قرارداد فسخ است و بدون دلیل قراردادها فسخ شد. اما جالب ای است که من در یکی از مقاله های خودم نوشته کردم، جالب ای است که امی قراردادها یک سال بعد، چون تعلق داشت یکی از قراردادها یا دو تا از قراردادها تعلق داشت با آقای سعادت نادری که قرارداد طلای بلخشان بود و قرارداد مس بلخاب که دو تا قرارداد کلان بین المللی بود و در شراکت با یک شرکت بین المللی، فکر کنم دو شرکت بین المللی که یک ممکن آمریکایی بوده، یک سال یا دو سال بعد زمانی که در دوره انتخاب، یک سال بعد زمانی که آقای سعادت نادری اینا در انتخابات نقش بسیار اساسی و مهمی رو بازی کردن به پشتیبانی آقای اشرف غنی و اونا مصارف هنگفتی رو متقبل شدن، به خاطر که مصارف از اینا جبران شده باشه این قراردادها بعد از چهار سال ببخشین، اولا آقای سعادت نادری وزیر شهرسازی شد، بعد از چهار سال در ختم وزارت فکر کنم توافق کردن که باید وزارت رها بکنن و قراردادهایشون پس دوباره احیا شه. آقای سعادت نادری شرط گذاشتن در صورتی که قراردادهای ما به ما داده شه، ما میتونیم که وزارت رها بکنم و از وزارت استعفا بکنم. رئیس جمهور ناجل با خانم نرگس نهان هدایت داده که تو قراردادها باید احیا شه. ببینید چقدر پروژه های معادن، پروژه های ملی معادن افغانستان، پروژه های ملی افغانستان که منافع مردم افغانستان است، بازی سیاسی صورت میگیره. چهار سال قبل فسخ میشه و چهار سال بعد به صورت فرمایشی فوق العاده با آقای سعادت نادری پس دوباره همون قرارداد احیا میشه. سوال اینجاست اگر این قراردادها مفید بودن چرا همون چهار سال قبل با آقای سعادت نادری و سایر سرمایه‌گذارا داده نشد که تا چهار سال تا امروز برای مردم افغانستان یک عالم زمینه کار و اشتغال فراهم میکرد و منافع اقتصادی به افغانستان میآورد. و آل اگر خراب هستن چرا امروز باید این قراردادها امضا شون بعد از چهار سال؟ فرمایشی قرارداد امضا میشه توسط خانم نرگس نهان، با وجودی که قانون معادن بسیار صریح بیان میکنه که هیچ وزیر کابینه افغانستان نمیتونه که قرارداد انتفاعی رو با دولت افغانستان عقد بکنه در ختم قرارداد. یه به نام کولینگ پریود یک دوره رو در نظر میگیره که شما عضو کابینه بودین، از یک نفوذ سیاسی برخوردار هستین در دولت، شما نمیتونه قرارداد عقد بکنین. بعد از گذشت 4 سال از انفصال از دفتر شما میتونین که قرارداد عقد بکنیم. بدون در نظر داشت این ماده قانون بسیار سریع رئیس جمهور هدایت میده که برین این قرارداد عقد بکنیم. خانم نرگس نهان خودشان با پیشنهاد رئیس دفتر خودشان سرپرست وزارت معادن بودن رفتن قرارداد در امریکا، در سفارت افغانستان در امریکا عقد کرد و این قرارداد بعد از یک سال که دوباره آقای سعادت نادری در کمپانی انتخاباتی به نفع آقای دکتر عبدالله کمپاین کردن، این قراردادها بعد از یک سال دوباره فسخ شد. متاسفانه مداخلات حلقات درونی حکومت در اطراف ارگ، حلقات درونی ارگ چنان به حدی رسیده بود که خود وزارت معادن به گفته بعضی از کارمندان وزارت معادن در وقتی ما در وزارت معادن نبودیم گفتن که به سرای شاهزاده مبدل شده، یعنی در هر گوشه و کنار معادن
قراردادهای معادن فروخته میشد به نحو از آنها قراردادهای خرد و کوچک و وضعیت بسیار نابسامان حاکم شده بود در وزارت معادن. کسایی یعنی به سرپرستی وزارت معادن یا ریاست هایی که در اونجا وقت سرپرست گماشته شدن واقعا از ظرفیت تکنیکی لازم برخوردار نبودن حتی بتونن که ریاست یا مدیریت بکنن. متاسفانه شرایط حاکم وضعیت بسیار به بحران کشیده بود. تشکر. آقای سبا، در ارتباط به نقش آقای کلیل حکیمی در فسادی که در استخراج معادن وجود داشته در حکومت پیشین اشاره شد. آقای حکیمی مدت سفیر افغانستان در چین بود و شایعات وجود داشت که آقای حکیمی در اصل ماموریت دارد تا اینکه معادن افغانستان را عملا بفروشه به دولت چین. چنین شایعات را شما تایید میکنید در ارتباط به اکلیل حکیمی؟ خب من دوست ندارم راجع به افراد و اشخاص گپ بزنم چون سارنوال هم نیستم، قاضی هم نیستم که قضاوت بکنم. به اساس اسناد آدم راجع به افراد و اشخاص باید صحبت بکنه. یک چیزی را خانم جوادی اون عملا به شما گفتن، یک نشانه را نشان دادن به شما، یک مثالش را گفتن. امور اگه ما یک سند قرار بتم تا امو حد من میتونم را تایید بکنم. اما گپا کلش روشن است، کلی که میفهمن، ولی من شخصا علاقه ندارم راجع به افراد و اشخاص گپ بزنم. اما خدمت شما بسا با وضاحت گفتم کسانی در حکومت افغانستان بودن که آقای هاشمی حاضر است من نامشان رو گذاشته بودم سفرای چین در درون حکومت افغانستان. سپاس. آقای سبا، شما چون تخصصتان جیولوژی است و در ارتباط به معیارهای تکنیکی که باید دولت چین در ارتباط به استخراج معادن در کشور مد نظر بگیرن، معیارهای حقوقی، معیارهای تکنیکی را مد نظر نمیگیره، یکی از تبعات استخراج غیر معیاری معادن تاثیرات بسیار منفیش بر اکوسیستم و محیط زیست است که اگر مد نظر گرفته نشوه تأثیرات بسیار مخرب را روی محیط زیست داره. در این ارتباط نظر شما چی است؟ خب سکتور معدن یکی از معذرت میخوام که واژه را استفاده میکنم همین چتلترین سکتورهای صنعت است یا کثافت زاترین سکتور صنعت است و در جایی که شما بله در زمین بزنید زمین در حقیقت ناراحت می سازین، دسترب می کنین خاک پوش نباتی را، حیوانات را، چی رسه به ای که مواد فاضلات معدنکاری رو شما در یک جای بندازین. اینا کلش باید مدیریت شوه. اما چینایی ها هیچ وقت به علاقه ندارن. در کشور خودشان هم یال بیشترین کثافت محیط زیستی را در چین تولید میکنند در دنیا و دلیلی هم که اینا به افریقا رجعت کردن رفتن یکی که اکثریت حکومت ها در افریقا حکومت هایی است که با فساد آغشته هستن و بسیار به راحتی میتونن چند تا سیاستمدار بخرن مثل که در افغانستانی کار کرده بودن و کارهای خود پیش ببرن، هیچ کس هم پرسان نکنه ازشان و پاسختی هم به امو کنونسیون های بین المللی که جناب هاشمی با اشاره کرد نباشن. در غیر از او خب معادن دنیا بر روی کل این باز است. چرا چینایی ها در کشورهای پیشرفتی دنیا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن؟ تو نیست که برش اجازه نتن چون به نفعشان نیست. اینا به هیچ معیار، من اول اشاره کردم، به هیچ معیار پابندی ندارن، به اخلاقیات پابندی ندارن، به منافع مردم دیگر نمی اندیشن. حتی در کشور خودشان امیال به میلیون ها نفر در زندان ها در کمپای کارهای شاقه و اجباری گماشته شدن به خاطر منفعت پولی. به خاطر من فکر نمی کنم که چینایی ها در این رابطه نگرانی و تشویشی داشته باشن. و در افغانستان هم خونم خانم جوادی عزیز و هم آقای هاشمی اشاره داشتن که چینایی ها از اول که پایشان به افغانستان آمده به خاطر استخراج و منفعت رساندن به مردم افغانستان نبوده، نیست. میخوایم این را تکرار بکنم، در آینده هم هرگز نخواهد بود. کشاندن پای چینایی ها به داخل افغانستان از هر جانبی که شده و یا خواهد شد یک خیانت ملی است. همسایه های افغانستان
خوب است که داخل معادن افغانستان دست نداشته باشند و اگر داشته باشند باید در یک پروژه مشترک با یکی از کشورهای ثالث ثابت شده شفاف و روشن و حسابده دیگه باید شامل باشند تا حداقل هم حسابایشان واضح و روشن باشه و مردم افغانستان بتانن اگر مشکلی ایجاد میشه که حتما در پروژه معدنکاری مشکلات حقوقی زیاد ایجاد میشه و تکنیکی ایره بتانن از طریق محاکم و نهادهای بین المللی دنبال بکنن. اما متاسفانه در رابطه با چین قراردادی که ما داریم با چیزش است، با کمپانی های دولتیش است، شما در حقیقت مردم افغانستان رو مواجه ساختن به یک دولت که به هیچ معیار پابندی نداره جز از منافع خودش، یک حکومت استبدادی غیر دموکراتیک و ظالم. و آقای سبا تنها فکر نمی کنید که در ارتباط به استخراج معادن تنها کشورهای همسایه شما ازش یاد کردید تنها نفع از اینا نیست؟ مثلا در گروه حاکم فعلی چهره های هستند مثل سراج الدین حقانی، ملای یعقوب، ملا برادر که اینا هم نفع میبرند، یک درصدی را در استخراج معادن دخیل هستند. حتی شایعات و گزارش های تایید نشده وجود دارد که ملا برادر در قسمت احیای کمیته تدارکات میال داره کار میکنه و مشخصا تمرکز کمیته را قرار است که روی همه استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان تمرکزش روی از این موضوع باشه و روی از این کار باشه. اینا چقدر سهم میبرن از استخراج بیرویه معادن، مشخصا سرای طالب و دیگر چهره هایی که مربوط گروه های مثل القاعده و داعش و سایر جنبش های افراطی میشه؟ ای که افراد و اشخاص چی سهمی میبرن ما آگاهی ندارم و کدام سندی هم ندارم کالبی هم یک فرد محکوم بکنم که ای سهم میبره. اما ای گپ ما تکرار خواهد بود، چون در اول هم گفتم که تمام جنگای نیابتی در افغانستان برای پایین بردن نرخ سرمایه‌گذاری کشورهای که جنگای نیابتی رو در افغانستان دنبال میکنن دیزاین شده و در حقیقت اونا تشویق میکنن افرادی را که وابسته ایش هست که برین شما چپال بکنین، پول پیدا بکنین، باز پولای تانم بیارین در کشورهای ما بانین. و من شک ندارم که کسایی که امروز سلطه شان در افغانستان به شکل غیر مشروع ایجاد کردن از این مفاد نبرن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، مثل که در حکومتی که من یک وقت وزیرش بودم میدیدیم اونه جناب هاشمی و خانم جوادی گفتن که وکلایش دست داشتن، وزیرایش دست داشتن و همین قصه و مثال را که آقای هاشمی از معدن طلای بغلان و بدخشان اینا گفتن، ما یک ایره بر اولین بار میخواییم افشا نیست که ما افشا بکنیم، سندش در وزارت خارجه افغانستان و در وزارت معدن وجود داره، آقای هاشمی خبر دارن. بعد از اینکه ما وزیر شدم یک سفر داشتم به لندن، رفتم با امو کمپانی که یک جا با آقای نادری یه قرارداد بسته بود یک ملاقات داشتم، با بسیار گستاخی مرم تهدید کردن و بعدا بسیار با وضاحت بدون خجالت پیش روی نماینده وزارت خارجه انگلستان، پیش روی دو وقت سرپرست سفارت افغانستان در لندن، پیش روی نماینده سازمان انکشافی انگلستان گفت که بله ما یک اصطلاح فری کری یعنی مفت شریک کردن یک نفر، گفت ما خانواده نادری را به 5 میلیون دلار مفت شریک کردیم در قرارداد و اینا گارانتی کرده بودن که قرارداد میگیرن، تا بال ندادن قرارداد با شما باید حتما بدین. ما از اونجا که بر اومدم یادداشتای خود مکتوب کردم روان کردم به وزارت خارجه افغانستان، به کاپیش فکر میکنم به دیگه جام روان کرده باشن از وزارت معدن و سندشون در وزارت معدن وجود داره که خلاف قوانین افغانستان است، یک فساد برهنه است. و دو وقتم که خانواده آقای نادری که آقای سعادت نادری وزیر نبودن، خب خواهرشان در پارلمان ششته بود، پدر بزرگوارشان در پارلمان بود و قوانین افغانستان بسیار وضاحت داشت که اعضای پارلمان، اعضای خانوادهشان، اعضای کابینه، رئیس جمهور، معاونینش و خانوادهشان نمیتونن قرارداد معادنه بگیرن.
متاسفانه تنها خانواده نادرین کلش نقص کرده بودن، از اول تا پایین که ببینید شما برادرایشان در سکتور معادن بودن، مثلا از اعضای پارلمان، من نمیگم 100 درصدش، ولی 50 درصدش یا مستقیم یا غیر مستقیم از این قراردادهای منفعت می بردن. دیگه این یک چیز استثنا نیست، یعنی پروسه وقتی که میگیم که مصیبت معدنی، اینمی جزی از مصیبت معدنی است که حاکما در یک روند غیر دموکراتیک، غیر مشروع، غیر قانونی شریک میشن در چپاول منابع معدنی و فرصت های طلایی را که برای یک کشور برای مردمش آماده میشه از پیشان میرو باین و باهایش نسل های اندر نسل امو کشور ها که متاسفانه در افغانستان نسل امروزی، نسل دیروزی و نسل فردا خواهد پرداخت. تشکر آقای سبا. خانم جوادی، از شما میشنویم که باید در قانون معدن یک زمینه حتما وجود داره و وجود داشته باشه، این که وقتی یک معدن در منطقه استخراج میشه باید مردمان محل حداقل به لحاظ تأمین شغل اونا بهره‌مند شوند. آیا در استخراج معادن در افغانستان، در مثلا بامیان، مثلا بدخشان و سایر ولایات مثل سمنگان چنین قانون تطبیق میشد، عملا مردمان محل صاحب کار، صاحب شغل میشدن، یا ای که نه وقتی هر کمپانی معدن استخراج قرارداد میکرد کارمندا و کارکنان خود می آوردن و از مردمان محل به صفت کارگر اینا بهره نمی بردن؟ متاسفانه در تمام اکثر قراردادهای کلان که تحت قرارداد قرار گرفته بود این نکته به صراحت نوشته شده بود که باید مردم ساکن در ساحه یا در اطراف ساحه معدنکاری باید از عواید اقتصادی معدن و از امتیازاتی که هست برخوردار بشن، هم برایشان باید به صورت رایگان مسجد، اماکن عمومی، مکتب و یا شفاخانه ساخته بشه، همین که باید از نظر فرهنگی برشان سرمایه گذاری باشه، هم از نظر صحی سرمایه گذاری باشه، همین که باید در معدنکاری به کار گرفته باشن به خاطر که شغل زایی بشه، به خاطر که تربیت نیروی متخصص بشه. ولی متاسفانه ما نه تنها از کمپانی های چینایی که قرارداد تحت کنترل خود داشتن شاهد این موضوع نبودیم، بلکه از سایر کمپانی هایی که از کشورهای دیگر یا کمپانی های داخلی خودم ما شاهد نبودیم. ما می دیدیم که با هزینه های بسیار گزاف متخصص ها را از کشورهای دیگر می آوردن به ساحه می بردن، برای اونها نمی فهمم جایدادهای بسیار گران قیمت، نیروهای امنیتی بسیار با هزینه های بسیار بلند مثل گارد، مثل نمی فهمم برشان مکانهای بود و باشی که از نظر امنیتی شب و روز تحت کنترل بود، دوربین های مدار بسته، نمی فهمم بسیار کارهای تشریفاتی بسیار هزینه بردار که اونها را کاملا در هزینه های خود می گنجاندن. این مسئله واقعا باعث ناراحتی و نارضایتی وزارت معدن بود که بار بار گفته شده بود که مردم ساحه باید اولین کسایی باشند که از استخراج اومدن در اون ساحه نفع ببرند و در اونجا رونق اقتصادی، رونق تجاری، اشتغال زایی، بالا رفتن فرهنگ، سواد، امکانات برای مردم داده بشه. متاسفانه حتی ما کسایی را داشتیم، جوانایی را داشتیم که تخصص خود را می گرفتن از کشوری مثل ژاپن که در خصوص تحصیلات نسبتاً تحصیلات خوبی دارم می آمدن، ولی متاسفانه سرگردان بودن. حتی بعضی ای جوان ها از همو ساحات معادن بودن، ولی متاسفانه من تلاش های زیادی می کردم، آفرهای زیادی رو می دادم، اما متاسفانه اینا به کار گرفته نمی شدن. و در عوض می دیدیم که مثلا در ساحه معدن مثل عینک باستانشناسان بسیار وقتی می‌دیدیم از نظر هم از نظر تجربه و هم از نظر تحصیلات بسیار پایین‌تر از نیروی متخصص و جوان خود ما که در کشورهای بیرونی تحصیل کرده بودن، آمده بودن و بیکار بودن، می‌دیدی که از نظر تحصیلاتی، از نظر سابقه کاری بسیار به مراتب پایین‌تر هستن، ولی می‌آمدن. من خودم شاهد بودم که خانم‌های باستانشناس می‌آمدن که فقط احساس می‌کردن که افغانستان جای تفریح و چکر است در خصوص معدن مثل عینک. و نیروهای متخصص دیگه رو می‌دیدی که می‌آمدن، معاشایشان به هزاران دلار می‌رسید، جای بودوباششان و هزینه‌ای که قید می‌شد در مصارفشان
و هزاران دلار می رسید، اما متاسفانه کار را از پیش نمی بردن. و خودم شاهد قرارداد یک فردی بودم در معدن مس عینک که ماهیانه چیزی حدود 27 هزار دلار معاش می گرفت. و غیر از اینکه شب و روز در گس هاوس خواب باشه، هیچ کار دیگه ای را برای مردم افغانستان یا برای پیشرفت او معدن یا پیشرفت او پروژه انجام نمیداد. تشکر. آقای هاشمی، بیشتر به تبعات زیست محیطی استخراج غیرمعیاری معادن اشاره کردیم. کنوانسیون های بین المللی در این ارتباط چی میگه؟ مثلا معاهده پاریس در ارتباط به تغییرات اقلیمی و تبعاتی که استخراج غیرمعیاری معادن داره، صراحت داره در این ارتباط؟ در ارتباط به اینکه مثلا در استخراج زغال سنگ حتما باید معیارهایی در نظر گرفته شود تا این تبعات سطحش پایین تر بیاید. یقینا اگر شما متوجه شده باشین در کنوانسیون های بین المللی، صراحتا خصوصا در بحث مسئله محیط زیست و مسئله اکوسیستم سرسری هست، و مخصوصا کنفرانس اخیر کاپ 26 و کاپ 27 که در گلاسگوی انگلستان برگزار شد و در مصر برگزار شد، اینا صراحتا رؤسای جمهوری کل دنیا تعهد کردند که اینا باید ایمیشن یا همی گازات مضره که ناشی از زغال سنگ و سوخت های فسیلی هست، اینا را باید به صفر برسانند. بسیار کشورها فیصدی را تعیین کردند و کشورهایی هم که تعهد کردند ما گفتن ما به صفر میرسانیم. پس اینا به صورت مشخص و واضح صریح در اونجا فیصله به عمل آمد که زغال سنگ نمیتونه در کشورهای رو انکشاف یافته مثلا تا بعد از سال 2030 دیگه استفاده شود، که سوخت‌های فسیلی است از جمله زغال سنگ، و همچنان در کشورهای کم انکشاف یافته مثل افغانستان و کشورهای دیگه تا سال 2050 گفتن که باید بعد از او حق استفاده از زغال سنگ دیگه ندارن. اینا بسیار با وضوح نشان میده که مسئله تغییر اقلیم و مسئله محیط زیست بسیار جدی هست، و از این لحاظ یکی از موضوعات بسیار جذاب و جالبه که برای چینایی ها و برای کشورهای دیگه معادن افغانستان است، همین است که دنبال لیتیم افغانستان است، و لیتیم یک نقش اساسی را در مسئله موتورهای برقی که امروزه موضوع بسیار داغ هست مطرح می‌سازد. و همچنان در بود مسئله استفاده از زغال سنگ در افغانستان هیچ وقت به شکل معیاری نبوده، در یک دوره چند معدن معیاری ما داشتیم و متاسفانه بعدا به شکل بسیار بیرویه استخراج شد و هم روزه به پاکستان قاچاق میشه، در حقیقت صادر نمیشه، هیچ ارقامی از صادرات شما پیدا نمیکنین که نشان بده که زغال سنگ در به پاکستان صادر میشه، بلکه قاچاق میشه. یک بحث و بحث دیگه ای که افغانستان سخت نیاز به تولید انرژی داره و امروز و سالهای قبل و سالهای متمادی مردم از بیبرقی شکایت داشتن و از کمبود انرژی، ولی زغال سنگ یکی از مهمترین و بهترین تولید انرژی میتونه که باشه. بسیار کشورهای دنیا زغال سنگ تولید میکنه، امروز چین تولید میکنه، امروز آمریکا تولید میکنه، بسیار کشورهای دنیا تولید میکنه. متاسفانه ما نتونستیم، هیچگاهی موفق بوده نتونستیم، و در نظام های گذشته هم همونطور که من قبلا خدمت شما عرض کردم که خود نظام سیاسی افغانستان یا حکومت افغانستان خودش اقتصاد معادن مافیایی ساخته بود با آوردن و بازی های سیاسی که انجام میداد، در حقیقت پروژه های معادن برای زدن افراد برای معامله سیاسی با افراد استفاده میکرد که ما شما نمونهش قبلا من خدمت شما عرض کردم. سوالی که شما قبلا مطرح کردین در بودی که مثلا معادن چی نقش میتونه داشته باشه در مسئله انکشاف محلات، بله یقینا قوانین و کنوانسیون های بین المللی بسیار صریح مسئله indigenous people کسایی هستن که در ساحه معدن سکونت دارن، مردمان بومی هستن که در نواحی معدن هستن، حق اولویت استفاده از معدن از اونها هست، و اگر اونها نمیتونن شخصا استفاده بکنن، کمپانی های بین المللی یا دولت قرارداد میکنن، باید مفادش به اونها باید برسه. از هر لحاظ که کمپانی های بین المللی به نام SCR social corporate responsibility یا مسئولیت اجتماعی که اونها دارن تعهداتی را در قبال مسائل انکشاف محلات، رشد اجتماعی، حمایت مثلا مردم محل، اینا تعهدات را میسپارن، در قوانین بین المللی هست، در قراردادهای معادن افغانستان هست، در قوانین معادن افغانستان هست، اینا همه درج شده بودن. متأسفانه در عمل ما داشتیم و بودند کسا و افراد سیاسیونی که در سطح محلات، چه در سطح ولایت و چه در سطح خود حکومت افغانستان، در تبانی با اونها این منابع حیف و میل میشد
و ما میخوایم مشخصا مسئله عینک بر شما مثال بتم که شما یک مقدار در مسائل بحث مذاکراتش دخیل بودم. در قرارداد عینک یکی از موضوعات اساسی که در او گنجانه نشته مسئله محیط زیست است. مسئله محیط زیست یک بحث بسیار اساسی است در کل قراردادهای بین المللی، خصوصا در بحث مسائل معادن. همونطور که جناب دکتر صاحب بیشتر اصطلاح استعمال کردن که کثافت زاترین سکتور است، یعنی در تمام ابعاد مسائل زندگی مداخله میکنه، مسائل محیط زیست، آب، هوا، زمین و از هر لحاظ آلوده میسازه. این یک نارسایی و خلا در قرارداد معادن عینک هست. و بحث ای که چرا اینا مسئله خدمات محلی را انجام ندادن، نارسایی ها در وجود خود حکومت هم از در حکومت محلی هم بود، فساد هم بود، اینا هم باعث میشد که اینا نتونن خدمات ارائه شد. مثلا موضوع تصفیه زمین بود، مسئله استملاک زمین بود، مسئله جابجایی قرا و قصبات بود که اینا میرفتن کار معدن باید شروع میکردن، مسئله انتقال آثار باستانی بود که در قانون معدن افغانستان گفته که آثار باستانی وقتی کشف میشه 60 روز دولت وقت داره که انتقال بده، در حالی که 10 سال میگذره دولت چرا نتونست انتقال بده. این بین یک مقدار واقع بینانه مطابق قوانین خود افغانستان هم بحث بکنیم. درست است که اونا ملامت هستن، درست است که اونا چور چپاول میکنن، درست است که اونا به هیچ ارزش پابند نیستن، ولی از لحاظ قانونی که ما آنچه در قوانین خود تدوین کردیم ما هم مسئولیت داریم و پاسخگو هستیم. باید بگوییم که ما یقین دارم که من به دکتر صاحب سری مسئله بحثم داشتیم یک وقت که جناب دکتر صاحب گفتن که بحث سیاسی مربوط ما نیست، بحث مسائل حقوقی و کامرشال تجارتی قرارداد مربوط ماست. از لحاظ کامرشال قراردادی تجارتی، بحث تجارتی قرارداد متاسفانه وقت قرارداد به نفع افغانستان و مردم افغانستان تدوین نشده، بعضی مشکلات خود داره. چینایا حتی وقتی که مطالعات فیزیبیلیتی برای دومین بار خواسته شد از پیش از اونا همیشه تعلل میکردن، نمیدادن مطالعات فیزیبیلیتی را. حتی در فیزیبیلیتی که اونا نشان دادن که معدن مثل عینک هیچ گونه مفاد اقتصادی برای افغانستان و مردم افغانستان نداره، و اونا میگفتن که از نظر تکنیکلی، یعنی این معدنی است که استخراج میشه خوب است، یعنی مفاد و عواید و حاصلش فقط برای زمین است که خود از این معدن میتونه که فعالیت بکنه و استخراج ها بس خلاص، کدام عاید به دولت افغانستان نمیاره. یعنی ایره میگن تکنیکلی فیزیبل است ولی اکنامیکلی وایبل نیست، یعنی از نظر اقتصادی هیچ گونه مفاد نداره. که یه فیزیبیلیتی بود که حتی کمپانی بی‌طرفی را که ما استخدام کردیم در وقت استخدام شد و اونها این مسئله را آوردن، ولی چینایی ها را ما برشون گفتم وقتی که این اکنامیکلی وایبل نیست شما چه علاقه مندی دارین، چرا میخواین که قرارداد پیش ببرین، هنوز شما علاقه مند هستین به قرارداد داشته باشین. از بود قوانین بین المللی یا قرارداد بین المللی هست، عواقب خود داره. اینا میتونن سر دولت افغانستان ادعا بکنن، نارسایی ها از طرف دولت افغانستان در وقت بوده. مسئله امنیت که بحث بسیار مهم است، مسئله از نظر کنوانسیون بین المللی اکسد به نام indirect expropriation میگن، یعنی چه رقم ترجمه میشن، indirect expropriation یعنی انحصار غیر مستقیم یا استملاک غیر مستقیم سرمایه گذاری. یک بحث بسیار کلان قوانین بین المللی سرمایه گذاری است که دولت ها نمیتونن که در مسائل سرمایه گذاری بین المللی مداخله بکنن و اونا را استملاک بکنن یا برف ملی خود پس دوباره بگیرن. این یک بحث مسئله کلان است که اینا میتونن همیشه در محاکم بین المللی مراجعه بکنن و دولت افغانستان ملامت بکنن. ما دیدیم در وقت نارسایی های بسیار زیادی از طرف خود دولت افغانستان وجود داشت، ولی در بحث قوانین معدن که چندین بار قانون معدن تعدیل شد، یک مشکل اساسی در بحث سکتور معدنی بود که ما بار بار به رئیس جمهور حتی در مطبوعات هم میره گفتم که ما یک استراتژی ملی انکشاف معدن نداشتیم. چرا نداشتیم؟ به خاطری که هر وزیر معدن، با احترام به جناب دکتر صاحب که اونا هم وزیر صاحب معدن بودن، هر وزیر معدن که در وزارت معدن تشریف می آورد، اینا برای تدوین پالیسی های جدید، برای تدوین قوانین جدید، برای تدوین مقررات جدید اقدام میکردن و همین بود که باعث سکتگی در جریان کار معدن و عدم ثبات حقوقی و عدم ثبات قانونی در سکتور معدن میشد. ببینن در بحث سکتور معدن چون قراردادهای طولانی مدت از مدت دکتر صاحب خودشان اشاره کردن، در این قراردادها اینجا ثبات حقوقی مطرح بحث است. یکی از اساسات سرمایه‌گذاری در سکتور معدن به نام legal stability یا contractual stability میگن، ثبات حقوقی و ثبات قراردادی است. قراردادها باید ثبات داشته باشند و همیشه اینا مواجه با تعدیل و تغییر نباشند، در حالی که متاسفانه ما در افغانستان این را نداشتیم. هر وزیر معدن بعد از 2 سال که میومد قانون تغییر میکرد، مقررات تغییر میکرد و این یک بیباوری و عدم ثبات در سکتور معدن به میان میآورد و باعث میشد که جذابیت کمتری سکتور معدن افغانستان برای سرمایه‌گذارها پیدا بکنه و این مشکلات عدیده را به میان میآورد که سرمایه‌گذارها و خصوصا کمپانی چینایی عینک پاسخگو به این مسائل نبودن، با وجودی که تغییر قانون چندین بار تغییر کرد اونا پاسخگو به این مسائل نبودن.
آقای سبا، به عنوان آخرین سوال میخوایم از شما بشنویم این که آیا راهی برای جمع‌آوری داده ها اطلاعات درباره معادن افغانستان وجود دارد که مثلا اینکه ما آمار مشخص داشته باشیم یا جمع‌آوری بکنیم که به چه تعداد معدن در افغانستان وجود دارد، چه تعدادش دست نخورده باقی مانده، چه تعدادش استخراج شده، چه تعدادش به صورت نیمه استخراج شده یا در حال استخراج است؟ در زمانی که شما وزیر معادن بودید، آیا برای چنین کاری اقدام کردید یا اگر نکردید حالا چنین راهی وجود دارد در ارتباط؟ از نظر تکنیکی وظیفه زمین شناس هاست که ساحات معدنی را تثبیت بکنن با استفاده از روش های مختلفه که در اینجا جایش نیست که ما بحث بکنیم، و این کار در افغانستان در دو مرحله صورت گرفته. یکی اما اکتشافات است که توسط زمین شناس های افغانستان با کمک زمین شناس های اتحاد شوروی وقت صورت گرفت و اسنادش وجود داره. در وقت بیشتر از 1500 نقطه معدنی تثبیت شد، اما اون مراحل ابتدایی یک نقشه برداری بسیار عمومی بود. بعدا در اوایل جمهوری اسلامی افغانستان در سالهای اول یک سروی دیگه از جانب زمینشناس های امریکایی صورت گرفت که بیشتر متکی به مطالعات جیوفیزیکی هوایی بود و مطالعات ساتلایت. او نقاطی که قبلا شناسایی شده بود دوباره تایید شد و محاسباتی که از ذخایرش و در نظرداشت تکنولوژی های جدید ارائه شد یک محاسبات یک خوشبینی های بسیار خوب تصدیق کرد در ذهان، و همی ارقامی هم که بعدا ارائه شد که بیشتر مصرف عوام الناسی داشت تا مصرف تکنیکی که یک تریلیون داریم، باز یک کسی می آمد نمی گفت یک تریلیون کم از 3 تریلیون داریم. اینا گپاییست که از نظر ما ارزش علمی نداره. منرال ها و کالاهای منرالی شما می دانید که از جمله کالاهای مصرفی دنیا هست و قیمتش هر روز پایین و بالا میره، و مو اساس آقای زمانی هم اشاره داشتن که یک معدن ممکن است یک وقت از نظر تکنیکی فیزیبل باشه، یعنی ممکن باشه، از نظر اقتصادی هم ممکن باشه، ولی در یک وقت عین معدن از نظر تکنیکی اگر ممکن است، از نظر اقتصادی شاید ممکن نباشه، بستگی به نرخ امو منرال مشخص در امو فاصله زمانی معین است. من فکر میکنم این یک مشکلی هم نیست به مردم افغانستان، این یک چالش هم برای مردم افغانستان نیست. ما بعد کافی مناطق تثبیت شده معدنی را داریم که بتانیم او را استخراج بکنیم. مشکلی که مردم افغانستان داره، اولی که یک دولت قوی ندارن. ما تجربه خود به شما میگم، من یک وقت یک خاطره را میگم که از این شاید شما یک برداشت بکنید. ما با وزیر معادن و نفت تیمور شرقی یک ملاقات داشتم، ده هاشی یکی از کنفرانس های بین المللی که در اونجا شرکت داشتم، با هم بسیار دوستانه صحبت کردیم. ازش پرسان کردم، تیمور شرقی هم تقریبا مثل سرنوشت افغانستان یک کشور بدبخت بود که حال دیگه نامش نمیشنیم چون یک کمی آرامتر شده. من گفتم خود راجع به ساحات نفتی و استخراجش صحبت شد، راجع به معادن که مسئله رو بالا کردم، گفت اصلا ما نمیخوایم دیگه باره گپ بزنیم، تجربه افریقا رو ما کلش مطالعه کردیم، کشورهایی که یک دولت قوی ندارن اگر در معادن خود دست بزنن ویران میشن، تباه میشن، و ما ایره درک کردیم. ما تصمیم استراتژی که دولت ما همیست که تا 20 سال دیگه سر ازی اصلا بحث نکنیم، چی رسه که ما همیال بیایم قرار داد بدیم. با این ترتیب اتیوپیا یک کشور دیگه است، شما همه به خاطر دارین نسل شما که 20 سال پیش اتیوپیا رفت به طرف یک صلح و ثبات و دو وقت در معادن خود اینا دست نمی زدن. از 6-7 سال به این طرف شروع کردن دست زدن به معادن، وضعیت اتیوپیا را حال ببینید. ما این را میخوایم اینطور جمع بکنم با تایید حرف آقای زمانی، اگر افغانستان یک دولت قوی می داشت، ظرفیت های کافی برای تدوین قوانین و مقررات می داشت، این مشکل که هر وزیر بیا قانون تغییر بده به وجود نمی آمد. ما پیش از وقت یک اقدام کردیم که او را مدیریت کردن نتانستیم، ظرفیت توانایی تکنیکیش نداشتیم و آلیام نداریم.
من یک مثال بسیار ساده شه، چرا من اقدام کردم به تغییر قانون دلیل داشت. شما و دلیلش خانم جوادی گفتن از نظر تکنیکی، در قانون افغانستان گفته شده که شما معادن به قرارداد اکتشافی میدین. از نقطه نظر تکنیکی، از نقطه نظر زمینشناسی اقتصادی که من متخصص هستم، ایست که در دنیای لیبرال، در دنیای سرمایه داری امروزین، هیچ کمپانی حاضر نیست که بره پیسه خود صرف در اکتشاف مصرف بکنه و بعدا پس او را بسپاره به مو دولت مربوطه، بازو دوباره او را به اعلان بسپاره و واسطه تعریف های خود بره رقابت بکنه که قرارداد استخراجش بگیره. قانون افغانستان هم مطور است. فسادی هم که ایجاد شده یکی از مبنای شمیز ده ها مبناست به قانون یکی شمیز. متاسفانه شاید با کمال احترام به جناب آقای زمانی و دیگه دوستایی که بسیار زحمت کشیدن، حقوق دانا شاید بسیار خوب دیزاین کرده باشن، ولی از نظر تکنیکی اشکال داره. کل گنیم قراردادهایی که داده شده والاردا یا هر کسی بوده ایره گرفته به نام قراردادهای اکتشافی رفتن عملا استخراج میکنن. مثال دیگه شو به شما میگم، لوگر یک سایز که کرومیت دو امیال صادر میشه از افغانستان، یک قرارداد استخراج کرومیت وجود نداره، کلش قراردادهای اکتشافی است که اتفاقا برادر جناب آقای اشرف غنی هم یک بخالم که نمیفهم که پول داده بود یا او را مفت شریک کرده بودن، کدی خارجی ها یک دستگاه پروسس کرومیت در کابل ساخته بودن، ولی کسی نبود که پرسان بکنه که کرومیت به اساس کدام قانون میایه. کرومیت از لوگر، از پکتیا، از ننگرهار اینا جمع میکردن، پروسس میکردن به خارج به نام قرارداد اکتشاف. از نقطه نظر تکنیکی چنین چیزی وجود نمیتونه داشته باشه. اینا کلش مبناهای فساد است، مبناهای سوی مدیریت است، مبناهایی است که امروز باهای شما میدیم. به این خاطر چالش اساسی این مسئله که افغانستان چقدر معادن داره، قیمتش چقدر است. به نظر من قیمتش صفر، چی که زیر صفر است، چون که ما رنجش داریم میکشیم، ما باها میدیم برش و چی نداره. این نیست، سوال ایست که ما آیا توان استفاده بهینه از منابع معدنی خود داریم یا نه، آیا میتونیم یا نمیتونیم و این توان چطور ایجاد کردن میتونیم. سوال اساسی ایناست. تشکر بانو جوادی. نکته اگر که در خلال پرسش هایی را که ما مطرح کردم نامده باشه و میخواین بگوین، در ختم برنامه میخواین بشنویم از شما. تشکر از برنامه خودتان. من در تایید صحبت های دکتر سیبسوا ایره میگم که متاسفانه تیم متمرکزی در وزارت معدن وجود نداشت. با توجه به تبدیل شدن بسیار سریع هر وزیر یا تیم تکنیکی یا معین ها بر اساس پالیسی های سیاسی که در ارگ صورت می گرفت، با این تغییر و تبدیل ها حتی کارمند های وزارت حیران مانده بودند که باید این کار پیش بره یا نه، چون هر کسی برای خود یک همراه خود یک منوال یک قانون جدید رو می آورد و در دوره خانم نهان هم ما بیشترین وقت ما سر جور کردن رودمپ بود که رودمپ هم در نهایت توسط شورای عالی اقتصادی اصلا تایید نگرفت. بیشترین وقت، بیشترین انرژی، بیشترین هزینه ها برای کارمندهای داخلی و خارجی به خاطر نوشتن یک رودمپی تلف شد و از طرف دیگه همیشه ما گزارش ها دادستم بود پشت دروازه وزیر سر بودم که از ساحه گزارش استخراج غیرقانونی میایه، از ساحه گزارش ناامنی میایه، از ساحه زیر کوچ کردن معادن زغال سنگ روی کارمندا و کارکنا کارگرا میایه. اما متاسفانه انرژی که از وزارت، از وزیر صاحب و از تیم تکنیکی گرفتم ایشو سرازی بود که ما باید حتما یک سری قوانین نمایشی یا قوانین که بدون استفاده هم بوده ما باید تغییر میکردیم و بیشترین وقت و هزینه رو صرف از او میکردیم. بهتر است که ما این مسائل اگر قرار باشه که در آینده وزارت معدن شکل درستی رو داشته باشه، بهتره که از این کارها دور بشه و بیشتر اما مسائل واجبتر بعد اون وزارت در اهم کارهای وزارت قرار بگیره. تشکر خانم جوادی. آقای سبا، از شما هم میخواییم که اگر نکته ای مانده باشه که نگفته باشین و بخواین بگوین در ختم برنامه.
خب نکات بسیار زیاد است، معلوم دار که گفتنی بسیار زیاد است در این سکتور، ساعت ها میشه روش صحبت بکنیم. من فکر میکنم گپ های بسیار اساسی گفته شد. بسیار تشکر میکنم از شما و از 8 صبح جناب استاد عزیز ماهق که این مسئله را مطرح کردن، یک مسئله حیاتی بر افغانستان و متاسفانه یک افسانه های عجیب و غریب در محور این مسئله ایجاد شده که افغان ها اتو غنیستن، افغان ها عربستان سعودی لیتیم هستن. یک کسی میگو دبی نمیفهم چه کاری استیم، چیز نیستیم، ما یک افغانستان مصیبت زده هستیم. یکی از مصیبت های ما معدنی در افغانستان است، یکی از مصیبت های ما مردم افغانستان داشتن منابع معدنی و نداشتن یک دولت بر مبنای یک قرارداد قابل قبول برای همه شهروندهای افغانستان است. مصیبت اصلی ما نداشتن توان مدیریت امور روزمره زندگی شهروندهای افغانستان است. مصیبت اصلی ما بودن در یک همسایگی بسیار وحشتناک در منطقه است، موقعیت جغرافیایی ماست که متاسفانه ما توان مدیریتش نتونستیم پیدا بکنیم. اینا همش مصیبت هاست و یکی از مصیبت ها مصیبت معادن است که باید مدیریت شود. تشکر. تشکر از شما جناب دکتر سید داوودشاه صبا، وزیر پیشین وزارت معدن و همچنان کارشناس زمین، بابت حضور در برنامه. همچنان سپاس از بانو خدیجه جوادی، معین پیشین در دولت پیشین، و همچنان جهان سپاس از آقای سید زمان هاشمی، و همچنان تشکر میکنیم از تمام شنوندگان و مخاطبان گرامی تویتر اسپیس روزنامه 8 صبح. ایام به کام همه، شب و روز بر همه خوش، خدا نگهدارتون.